آینه جمال شاهی که تویی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. به نام خالق نشانه ها، سلام علیکم. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون حال خوشی باشه، درجه یک باشید، پر از انرژی باشید و خوش آمدید به این جلسه سرنوشت ساز و مهم و درجه یک، جلسه حبس آموزشی که بارها گفتم دار و ندار زندگی یه دانش آموز کنکوری دقیقا همین بازه زمانی جمع‌بندیه که اگر ایدئال و اصولی و حرفه‌ای و درجه یک و خفن ظاهر بشه و درست و درمون در این صراط مستقیم گازشو بگیره و بیاد جلو، قطعا یه اتفاق خیلی خوب درجه یک براش میفته. همچنین عرض سلام خدمت پدر و مادرهای درجه یک و دوست داشتنی. خیلی مخلصیم، خیلی خوشحالیم که این سعادت رو داریم که تو این جلسه فوق‌العاده در خدمت شما باشیم و خدا میدونه که این جلسه چقدر میتونه حول حالنا بکنه اون دسته از بچه‌هایی که سر دوراهی موندن، حالشون بده، افتادن تو باطلاق، دارن از دست میرن، حس و حال درجه یک و ردیفی ندارن و منتظر یه تلنگرن که یه اتفاقی براشون بیفته، حالشون خوب بشه و از اینجای کار به بعد یه مدل دیگه بیان جلو. اگر حال و احوال درب و داغون و له و لوردست، درست اومدی رفیق، این همون جلسه ای که تو منتظرش هستی. منتظر باش که برات یه فرمول خفن دارم که حالا احوالت خوب بشه و کلی اتفاق خوب برات بیفته. اما این جلسه بسیار مهم و دوست داشتنی، بسیار 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 رهگشاست برای همه اون دسته از بچه هایی که الان منتظر یه اتفاق خوب هستن، بچه سفرا، بچه هایی که چیکاری نکردن، داغونا، تای خطی ها، لولورده ها، ناقصا، کامل خوندن، منتظر جنبندی هستن، اونایی که فردا میخوان شروع کنن، اونایی که خوندن تست زدن، اونایی که تست زدن تست ها نصف نیمه زدن، اونایی که خیلی غلط میزنن بعد آزمون میدن منفیشون زیاده، ترازشون پایینه، اونایی که دلهوله و استراب و استرس اومده همجوری چنبره زده توی مخشون، عذاب وجدان گرفتن، دیر بیدار شدن، زود خوابیدن، نخوابیدن، با موبایل ور رفتن، نخوندن، حالا احوالشون بد بوده، با دوست و رفیق بودن، درگیر تلویزیون و فیلم و دوست و رفیق و این داستانا بوده، همه اونا این جلسه جلسه فوق العاده ای براشون که حال احوالشون خوب باشه. ما چطور داشته باشیم که شروع بکنیم کارمونو، چون خیلی این جلسه مهمه، خیلی کار داریم و خیلی 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 زمان کم داریم. خدا میدونه که خیلی زمان کم داریم. سلام علیکم، سلام 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 رفقای درجه یک. یکی از بچه‌ها زده چقدر تاریک تاریک اینجا، خیلی خوب، پرده‌های اتاقتو بزن کنار. چطوری رفیق؟ به 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 چه خبره، همه رفقای درجه یکمون هستن. بریم که یه جلسه خیلی خوب داشته باشیم. توی یه جلسه حبس آموزشی قراره به تو دقیقا بگم از الان به بعد قراره چه اتفاقی واسات بیفته، چجوری درس بخونی که اون نتایجی که دلت میخواد رو به دست بیاری. توی این جلسه برنده کسی که شیشتون که حواسش با من باشه و همراه من باشه و از همین لحظه اول تا آخر دقیقا بدونه که قراره چه اتفاقی بیفته. هر جای کار بلغزه، کم بذاره، خوب نباشه، ایدئال نباشه، قطعا ضرر میکنه و اتفاقای بدی واسش میفته. ازتون میخوام که شیشتون حواسا جمع باشه، همه اینجا باشید که انشالله یه اتفاق درجه یک خوب بیفته. این دره رو میخوای باز کنی مهمونمون بره؟ ای داره این عقاب پرواز میکنه از این سو به اون سو، داغونمون کرد. خب رفقا بریم شروع کنیم درجه یک. خیلی تایم کم داریم، خیلی 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 زمانمون محدوده. بریم که یه اوضای ردیف رو بسازیم. من اول اینجا ببینم که چه خبره و بریم که شروع بکنیم. خب توی این جلسه فوق‌العاده من قراره دقیقا به تو بگم از الان به بعد قراره چه اتفاقی بیفته، چه روند و روشی داشته باشیم که بتونیم نتیجه بگیریم. معیار ذهنیمون هم اینه که ما می‌خوایم از صفر مطلق شروع بکنیم، یعنی اصلا قرار نیستش اتفاق خاص و عجیب و غریبی تا الان واسمون افتاده باشه و خیلی خفن و درجه یک باشیم. انگار که هیچ اتفاقی برامون نیفتاده، خوب نبودیم، ایدئال کار انجام ندادیم، عقب افتادگی زیاد داریم. حالا یه نفر اومده میگه تو با همین اوضاع و احوال درب و داغونت می‌تونی نتیجه بگیری اگه به حرف من دقیقاً گوش بدی و با من همراه باشی و بیای جلو. و مطمئنم اگر دقیقاً قدم به قدم با من بیای جلو یه اتفاق خوب و خیلی ردیف برات میفته. بریم که شروع کنیم چون خیلی کار داریم رفقا. اول این داستان مهم که باید حواسمون شیشتونگ بهش جمع باشه اینه که اصلا تو این جلسه قراره چه اتفاقی بیفته. تو یک سال، شیش ماه، نه ماه، دو سال، سه سال درس خوندی، رسیدی به یه نقطه‌ای که احساس می‌کنی به جمع‌بندی نیاز داری، یعنی یه نفر باید باشه بهت بگه چیکار کنی که اونایی که نخوندی و دوباره بخونی، اون ناقصا رو کامل کنی، اون کاملا رو برسی جمع‌بندی کنی. معیار من اینه که تو صفر مطلقی و تعطیل و هیچی وارد نیست. بریم ببینیم داستان چیه.
من تو این جلسه در درجه اول میخوام بهت بگم برنامه درسی که باید توی داشته باشی چه جوریه، چیه، با چه روندیه، چه فازهایی داره، چه شرایطی داره و چه جوری باید بیای جلو. در درجه بعدی میخوام بهت بگم که هرچی کتاب تست حالا نخریدی، میخوای بخری، کتاب جنبندی نداری، تست اضافه میخواستی بزنی، آزمونا رو نزدی، درب و داغونی، له و لورده‌ای، دنبال تست میگردی و نمیدونی باید چیکار کنی و بکوبی تو دیوار، بیای من میخوام بهت خودم تست بدم که هزینه الکی نکنی. و در درجه بعدی ما به همه والدین عزیز 20 بار اعلام کردیم توی این کلاس حضور داشته باشی. چرا؟ به خاطر اینکه یک عدد ناظر خیلی خفن برای والدین داریم که میخواد از الان به بعد بهشون کمک بکنه، خیلی درجه یک جنبندی بکنیم درس رو با بچه‌ها، بیایم جلو و اونا هم رصد کنن بچه‌ها رو. یعنی عملاً ما واسه پروژه حبس آموزشیمون برنامه درسی داریم، روند تستی داریم، روند آزمونی داریم، روند نظارت و کامل کنترل و مانیتورینگ هم داریم. اگر تو دقیقاً از الان همراه باشی و بیای جلو متوجه میشی داستان چی و قراره چه اتفاقی بیفته. پس شیشتونگ با من اینجا باش که یک اتفاق خفن بیفته. من فقط یه سوال بپرسم، پدر و مادرها توی جلسه هستن بچه ها؟ بله؟ این همه تأکید کردم مامان باباها باشن. یه دیلی ریزی داریم نه؟ چند ثانیه؟ خب تقریبا 50-50 است، پدر مادرها هستن. خب خدا رو شکر شیشتون حواست اینجا باشه، با من بیا جلو. رفقا در درجه اول اصلا بریم ببینیم این حبس آموزشی که میگن تو پادگان ذوالفقاری نتیجه میده یعنی چی، چه ابزاری داره، چه اتفاقی تو حبس آموزشی میفته که بچه ها میتونن یه نتیجه خفن بگیرن، چرا این سیستم تبدیل شده به یه سیستمی که دانش آموزی که تا حالا خوب نبوده میاد نتیجه میگیره، دانش آموزی هم که خفن بوده میاد تو بستر درست قرار میگیره، به یه جنبندی خوب میرسه، نتیجه میگیره. اگه بخوام از بالا فرایند حبس آموزشی رو ببین، صحبت‌های من حول محور حبس آموزشیه، نه به مجازیش کار دارم نه حضوری، در واقع دارم خود فرایند حبس رو میگم. یعنی چه مجازی هستی چه حضوری، شیشتونگ باید الان اینجا باشی. اگه بخوایم به فرایند حبس آموزشی پادگان ذوالفقاری نگاه بکنیم، اتفاقی که میفته اینه از 2 فروردین تا آخر فروردین ما قراره با 4 ابزار وحشتناک خفن آموزشی مشاوره‌ای تو رو بیاریم جلو. 1، در درجه اول من قراره به تو یک برنامه درسی فردی منحصر به فرد بدم، برنامه‌ای که در درجه اول فقط و فقط مربوط به خودت باشه، در درجه بعدی با توجه به شرایط تو رو بیاره جلو. یعنی چی؟ یعنی این که تا حالا چطور بودی؟ 2، هدف چی رو میخوای از الان به بعد چیکار کنی و به چی برسی؟ این خیلی اهمیت داره دیگه. ماجرای دوم، 90% بچه ها و پدر و مادرها الان ذهنشون درگیر اینه آقا چه کتاب جنبندی بخرم، آقا مجموعه سوالای فلان رو بگیرم، آقا مجموعه تستای 20 رو بگیرم، آقا من کتابامو نزدم الان توی چه تستی بزنم. هر چی داری و نداری پرت کن تو سطل آشغال، من خودم به تو تست های جنبندی رو میدم. یعنی یک بانک تست جامعه که اسمش از نوستراداموس و قاعدتا معرف حضورتون هست و خودتونم خوب میشناسیدش، قرار باشه که دقیقا ما رو بر مبنای عمل کرده روزمون بیاره جلو. یعنی منی که آقا تو الان 0 بودم، هیچ کدوم از کتاب تستامو نزدم، همش سفید مونده، هیچ اتفاقی برام نیفتاده، هم به دردم میخوره، دقیقا به درد تو میخوره. آقا منی که همه رو تستاشو کامل زدم، تو کتاب تستای مختلف گزینش کردم، دونه دونه تستا رو زدم، چند تا بانک آزمون دارم، از آزمون آزمایشی استفاده کردم، به درد منم میخوره، به درد تو هم میخوره. ما مجموعه تستی میخوایم بهت بدیم که چکیده ای از تست های باحال و درجه 1 باشه و بتونه بهت کمک کنه تو رو از 0 که الان توشی، بازم میگم 0 هر کس فردیه، شاید 0 من توی درس فیزیک 50%، 0 رفیقم منفی 3%، 0 اون واقعا 0%، تو رو از اون جایگاهی که هستی بکنه بیاره جلوتر. و سومین داستان خیلی مهم که امسال شدید
دیدن به کارمون میاد اپلیکیشن پی سی ام که قشنگ در موردش توضیح خواهم داد و میخوام بهت بگم که چی کار میخواد بکنه. هر لحظه‌ای که تو از خواب بلند میشی تا آخر شب که میخوای بگیری بخوابی قشنگ خیفتت میکنه، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه اتفاقایی که داره واسط میفته رو رصد میکنه و گزارش میده، یعنی عمرن بتونی بپیچونی و اگر پیچوندی پیچونده میشوی. گرفتی داستان چی شد؟ و قسمت سوم فرایند منظم سیستم من، یعنی همون نظم آهنین پادگان ذوالفقاری. 6 صبح بیدار میشی، 12 شب میخوابی، آزمونا رأس ساعت، چیدمان دقیق، چکینگ دقیق، نظارت، کنترل، اورژانس کنکور و همه موارد کنار هم قرار بگیره. پس این حبس آموزشی این 4 تا فایده مهمو برای من داره و این 4 تا ابزار بهم کمک میکنن اوزام خوب بشه، چه حبس آموزشی حضوری، چه حبس آموزشی مجازی، همه این موارد رو در بر میگیره. این تا اینجای کار. اما بریم جلوتر ببینیم چه داستانی داره اتفاق میفته. همه شماها با این درهای لعنتی و مزخرف و چندش آشنایید. میدونید که از لحظه‌ای که شروع میکنید تا لحظه‌ای که میری سر جلسه کنکور باید از اینا گذر کرده باشی و اگر خدایی نکرده تو یکی از اینا افتاده باشی فاتحه، دیگه کارت به کنکور اون سال نمیرسه. فقط اینو دارم مرور میکنم که بدونی الان تو چه جایگاهی قرار گرفتیم و بدونی که چقدر این جایگاهی که الان تو توش هستی مهم و سوق‌الجیشیه. یعنی اگر خدایی نکرده پات بلغزه، درست و درمون رفتار نکنی، اشتباهی ازت سر بزنه، این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست، مثل تایم از تو دیوفن نیست که بتونی کامبک بزنی، قطعا خدافزی میکنی. پس اولین تفاوت مهمه دره حبس آموزشی با بقیه دره ها اینه، من اگر میافتادم تو این دره ها میتونستم با یه سری راهکار برگردم و کامبک بزنم، اما اگه بیفتم تو دره حبس آموزشی قطعا سقط میشوم و میمیرم و راهی برای برگشت ندارم. پس باید خیلی حواسم جمع باشه که چیکار میکنم. دوم این داستان خیلی مهم اینه که فاصله بین دره‌های جمع‌بندی، از شهری جمع تا استودیوفن، از استودیوفن تا حبس آموزشی خیلی زیاد بود، خیلی فرصت داشتم که برگردم. اما اینجا چنین شرایطی نیست. بعد از دره حبس آموزشی که پشت سر میذاریمش ایشالله 1-2-3 وارد کروکی کنکور میشیم. پس کسی که بمونه میمونه، کسی که نمونه نمیمونه. پس بمون که بتونی بمونی، چون اگه نمونی نمیتونی بمونی. جواد خیابانی. بنابراین 6 دنگ حواس از الان به بعد با من باشه که بدونی از روی این دره که مدلی با من بپری، وگرنه گیر بیفتی تموم کار، گیر بیفتی تموم کار. 1، من اول سال که شروع کردم بمب انرژی بودم، واسم به این بود که پزشک تهران علامه، من یه هموغم همو گذاشتم گازشو بگیرم، بمب انرژی بودم، فول انرژی شروع کردم، اومدم جلو. خیلی از رفیقام دادن تو دره شهری جم، چقدر 10% 90% موندن. رسیدیم به استودیوفن، خیلی از رفیقام افتادن 40%، چقدر موندن 50%. امروز تو قراره با 50% فقط 50% از بچه‌هایی که از 1 تیر پارسال شروع کردن درس خوندن رو برای کنکور رقابت کنی. 50% بقیه کف دره‌ها افتادن تو شهر جم و تو استودیوفن سقط شدن و از بین رفتن. پس مخاطبای به درد بخور کنکور سراسری فقط همین 50%ن که از امروز به بعد میان تو میدون جنگ. از این 50% بعد از تایم حبس آموزشی، یعنی آخر فروردین، 30% باقی میمونن، 20% قراره بیفتن تو دره حبس آموزشی. حالا چیکار کنیم تو دره نیفتیم؟ خیلی حرف برداریم، خیلی چیزا میخوام بهت بگم، خیلی روندا هست که تو باید رعایت بکنی که توی این دره نیفتی و اگه حواست نباشه با مغز میری پایین و کارت میشه. فاصله بین دره حبس آموزشی و کروکی خیلی کمه و نکته جذاب داستان اینه، اگه از اینجا پریدی از رو اینم
حتما خواهی پرید و قطعا میری جزو 15% که امسال به کنکور میرسن. روز اول تیر ما 100% کل کشور دارن میجنگن برای دانشگاه خفن. بعد از گذشت یک سال روز کنکور سراسری فقط 15% باقی موندن و 85% از بچه ها حذف شدن. این خیلی دردناکه. باید مراقب باشم که این اتفاق درست برام بیفته و این دره ها عملا این باطلاق رفتار نکنن و منو له و لورده نکنن. حالا بچه ها تو اینجا همه ردیفن؟ همه ردیفن؟ خوب ارمیا بدی نیست تو هم آرومانون به جمع ما اضافه شی ها. بچه ها مهمون داریم، یه مهمون خفن دیگه صابخونه است این جلسه، همینجوری هست با ما. زلاتان این جلسه اومده سر کلاس از بچه خفنهای کلاسینو که یه نکته خیلی مهم داشت و اون این بودش که حبس آموزشی رو زد رنده کرد. این خیلی اهمیت واقعا از روی دره حبس آموزشی پرید با اوضاع بسیار 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 خفنم پرید. بودو بیه سلام کن برو. بودو بودو زلاتان بچه ها دارم میگن درد 3 ثانیه سلام علیکم برو. 3 ثانیه 1 2 3 تموم شد. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. خیلی حرف نمیزنم چون وقت کمه، فقط یه سلام عرض کنیم و بریم ادامه جلسه. خیلی خوشحالم با ما هستش ارمیا، با ما هستش، لابلای صحبت ما میاد. خب حل بریم شروع کنیم. آقا تو حبس آموزشی نوروز 1401 چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ما میخوایم چیکار بکنیم که اینجوری شرایط خوب داشته باشیم؟ چرا میگم شرایط خوب؟ چون ما یه موزل خیلی بزرگ داریم. اولین موزل ما اینه که خیلی از بچه ها از اول سال که شروع کردن اومدن جلو نرسیدن کل برنامه رو تموم کردن. دومین داستان وحشت داشت مهم اینه که تعداد آفلاین بچه ها خیلی زیاده. سومین داستان خیلی مهم اینه که بچه ها به لحاظ انگیزه واقعا در شرایط بسیار مناسب ناکالودی به سر میبرن. هر مداغون له و لورده، همه افسرده، همه شرایطشون دقیقاً طوری هستش که اگه الان باشون صحبت کنی بگی اوضاع احوال چجوریه، قرار روند چی باشه از الان به بعد، همه فرایند ذهنیشون اینه که عمرم بتونم نتیجه بگیرم بیام جلو. حالا بریم این داستانو با هم دیگه درست کنیم. یک نکته خیلی مهم اینه که تو باید بدونی ما قراره توی حبس آموزشی چیکار کنیم، چه روندی داشته باشیم و چه برنامه‌ای رو پشت سر بذاریم، با چه سیستمی قراره درس بخونیم بیایم جلو که چه اتفاقی واسمون بیفته. اول همینجا من یه نکته مهمو بگم، همه فیلم بگیرید، میخوام در مورد ماجرای مهم صحبت کنم. یک، به لحاظ اینکه میزان شرافت، انسانیت، شعور، فهم، درک، مرام، معرفت، اخلاق بین خیلی از دوستان مشاور نما و خیلی از دوستان اهالی آموزش 0 هم حتی نیست، منفیه. من مجبورم رونمایی از طرح برنامه سازی درسیمو دقیقا همون طرح برنامه سازی سال قبل رو ورق بزنم. پس برنامه امسالو الان اینجا نشون نمیدم که کسی اینجا نتونه کپی کنه و شروع کنه کارو. گرفتی داستان چی شد؟ ولی بچه‌هایی که ثبت نامی هستن و تو حبس هستن برنامه جدیدو میگیرن با من میان جلو. پس این برنامه‌ای که الان تو داری میبینی اینجا 1401ه، ولی عملاً من الان برنامه‌ای که بدون نشون میدم برنامه 1400 رو نشون میدم که کپی برداری انجام نشه. ما تا گفتیم پی سی ام ملت همه شروع کردن پی ام سی و چه میدونم وا و همه چی راه انداختن، تا ما برگشتیم گفتیم فرایند ای بوک همه شروع کرد، اصلا نمیدونن لفظش چیه، چیزهای دیگر رو دارن میگن میان جلو. عملا چیزی که من متوجه شدم در اردوی نوروزی 99% از دوستان عزیز یه برنامه است، خیلی زحمت بکشن دو تا آزمونن میگیرن خلاص. این فرایند قرار نیست اتفاق بیفته. پس منو ببخش که بعضی جاها مجبورم به خاطر اینکه کپی نشه یا از تصاویری استفاده کنم که یکم مخدوشه، نفهمن چی نوشته شده، یا همون فرایند سال قبل رو به تو نشون بدم. عملا بچه‌هایی که توی سیستم من از این هفته متوجه میشن و فرایند امسال واسهشون استارت میخوره. خب اولین داستان اینه که ما منحصر به فرد ترین سیستم برنامه سازی ایران الان داریم واسه اردوی نوروزیمون. یعنی هر دانش آموزی با توجه به شرایطش، با توجه به روندش، قرار برنامه درسی خاص خودش رو داشته باشه. اسمش هست نرم افزار ایبوک. ایبوک وظیفش اینه که برای هر دانش آموزی با هر روندی و هر شرایطی
فرایندی رو فراهم کنه که اون با آرامش برنامه‌ای که من میخوام انجام بده بیاد جلو. که حالا شروع میکنیم تو متوجه میشی چی هست، چه خبره و قراره چه اتفاق وحشتناک خفنی بیفته. بچه بریم روی بوک. سناریو یه لحظه. صدار دارم بچه ها، همه هستید رفقا؟ شروع کنیم. آره امیر حسین، نگران نباش، امروز هیچ امسال هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. فقط بچه هایی که توی سیستم هستن، فرایند ایبوک، نوستراداموس و پی سی ام و بقیه یه ملحقاتو خواهند داشت. این نکته اول. نکته دوم اینه که هیچ کس حتی اپسیلونی نمیتونه فرایند کپی برداری داشته باشه، درسته؟ حتی اپسیلونی نمیتونه. حالا الان شروع میکنیم، متوجه میشی اون فرایندهایی که پارسال ایجاد کردن و اینا ما رو برد به سمت سویی که احساس بکنیم بابا این مدلی نمیشه، اینجا ایرانه، باید رمز بذاری، داستان درست کنی، انقدر راحت نمیشه گرفت قضیه رو. بنابراین عملا فقط بچهایی که توی سیستم هستن تمام این در واقع امکانات و ابزارها رو خواهند داشت. خب یکم صدا رو کم بکنید، خواستیم پوز بدیم، صدا داره. این خیلی نکته مهمی بود. ببین بازم دارم تکرار میکنم، من دارم نرم افزار سال گذشته رو به تو نشون میدم، ایبوک سال گذشته رو دارم بهت نشون میدم که فقط ببینی چیه، کلیات اون صفحه‌ای که میخواد بازش رو ببینی آقا چه خبره. امسال متفاوته، ولی نمیتونم الان اینجا بهت نشون بدم به خاطر اینکه خیلی آدم نامحرم اینجا هستش، قاعدتا توی کلاس عذرخواهی میکنم، ولی خب هست چنین چیزی و امکان داره که هر اتفاقی بیفته. پس تا لحظه ای که دانش آموز من میاد توی سیستم و کل فرایند رو بهش در واقع ارائه میدیم، نمیتونم برنامه امسال رو داشته باشم. نگاه کن، این سیستم قراره طبق روندی که من میخوام برنامه تو رو بیاره جلو. هر دانش آموز برنامه خاص خودش با توجه به شرایط خودش و با توجه به هدف خودش، برنامه‌ای که قرار در درجه اول به تو این آرامشو بده که درست رفتار کنی و بخونی بیای جلو. همه بچه‌ها قاعدتاً در هر رشته‌ای که هستند قراره برایند برنامه‌سازی خاص رشته خودشونو داشته باشن. به خاطر همینه بچه‌هایی که توی حبس شرکت می‌کنن، موقعی که می‌خوان ثبت نام بکنن، پنل‌های ثبت نام جداست، ریاضی، تجربی، انسانی و 11، چون برنامه درسی که میدم جداست، چون آزمونی که میگیرم جداست، چون سیستم نظارت و پشتیبانیشون جداست. پس باید خیلی شیشتونگ حواست جمع باشه که کار کامل انجام بشه. سیستم رو نگاه کن. یا خدا، وا صدای ورق زدنش هم میاد، خیلی چیزه، خیلی جذاب. بچه صدای ورق زدن رو میشنوید؟ یکم پوز بدیم ببین. نگاه و خیلی عجیبه یه ماجرایی رو بهتون بگم، ما خودمونم روزای اول باورمون نمیشد. این ور رو بزنی بر میگرده، الان چرا بر نمیگرده؟ برگرد، آبروم رفت، برگرد، چجوری بر میگرده؟ برگشت، یکم با تأخیر ولی بر میگرد. خب حل بچه ها، روند کلی کار ما اینه، خوب دقت بکن. ما تمام درس هایی که تو باید برای کنکور سراسری ببندی، 0 تا 100 شو بر اساس شرایط تو
و بر اساس برنامه فردی تو امسال میخواییم بخونیم. یکم بچه صدا رو کم میکنید. یکم صدا کم بشه. احساس کنم تو کافی شاپ. اولین اتفاق مهم اینه که هر دانش آموزی برنامه‌ای که میگیره با توجه به هدفش، شرایط الان درس خوندنش و توانایی هاشه. این خیلی اهمیت داره. دانش آموزی که الان تو اردوی نوروزی داره درس میخونه و 24 ساعت کنترل نظارت روش، آرامش و سکوت مطلق داره، قطعاً توانمندی و شرایط محیطیش خیلی فرق داره با اون کسی که هر چی هم ما گفتیم باز با این حال میخواد بره مسافرت. پس دوتایشون نمیتونن یه کار انجام بدن، نمیتونن یک روال برنامه رو بیارن جلو و نمیتونن به یک هدف مشترک برسن. این خیلی اهمیت داره که حواست شیشتون جمع این داستان باشه که یک، بر اساس خواسته خودت یعنی هدفت، دو، بر اساس شرایطی که داری، و سه، بر اساس توانمندیهات، پتانسیل قبلیت، توانمندی ذهنیت بتونی دقیق و اصولی و درست برنامه درسی تو بیاری جلو. اما روال انتخاب برنامه و روال انجام برنامه‌ای که ما میگیم فردیه چیه و میخواد چی کنه؟ یک، هفته آموزشی از 6 صبح 2 فروردین شروع میشه و تا آخرین روز فروردین ادامه داره. امسال برعکس تمام این سالها هفته آموزشی من حدوداً 1 ماه هستش و توی این 1 ماه هر دانش آموزی با توجه به موضوعاتی که توضیح دادم برنامه خاص خودشو میاره جلو. مثلا شاید یه نفر قراره کل فارسی 10 و 11 و 12 رو تموم کنه، شاید یه نفر قراره نصف 11 رو بخونه، یه نفر نصف 10 رو بخونه، نیم سال دوم 12 رو بخونه، هر کس با توجه به شرایط و موضوعاتی که گفتم. موضوع مهم اینه که تو بدونی من برای هر درس تو 4 فاز مطالعاتی توی ذهنم دارم. دانش آموزی که صفر مطلقه و هیچ کاری انجام نداده، به حداقل ها قانع است، دانش آموز رشته تجربیه، میدونه اگه از همین الان تو حبس جانانه بیا جلو، اونی که صفره، اونی که درب و داغونه، میتونه به فیزیوتراپی برسه، به علوم آزمایشگاهی برسه، به پرستاری برسه، به مامایی برسه، که اگه برسه از سنشم زیاده، قطعا جزو بچه‌هایی که توی فاز 4 قرار میگیره و مطمئنه که این اتفاق براش میفته. یه مثال خیلی ساده واسات بزنم. در یه کنکور نرمال اگه میانگین عمومی های تو بشود 45% و میانگین تخصصیات بشه 25%، میتونی به خیلی از این پیراپزشکی ها فکر کنی. پس فاز 4 مربوط به بچه هاییه که به لحاظ سطح علمی و به لحاظ گذشته یا تحصیلی و به لحاظ جایگاه الان درب و داغونن. فاز 3 بچه هایی هستن که یه مقدار بیشتر انرژی گذاشتن توی اون درس، یعنی حداقل های 5% 10%ی دارن. فاز 2 مربوط به بچه های متوسط و متوسط روبه بالاست، بچه هایی که تا الان تا جایی که تونستن کار انجام دادن ولی خیلی ناقص خوندن. و فاز 1 یعنی حد اکثر درس ها، یعنی فاز VIP که سنگین ترین مدل برنامه درسی در هر درس. نکته 1، من در هر درسی میتونم فاز بندی متفاوتی داشته باشم. من دینیم خوب فاز 1ام، من شیمی متوسط فاز 2ام، من عربیم داغون فاز 4ام. گرفتی چی شد؟ نکته 2، من حق دارم در هر درسی طبق شرایط درسم فاز انتخاب کنم و بیام جلو. من میتونم دینی و فاز 1 بخونم، شیمی و فاز 3 بخونم و عربی و فاز 4 بخونم، هیچ ایرادی نداره. و نکته 3، تمام دانش آموزان کشور در هر سطح علمی و هر شرایطی که هستن خارج از این 4 فاز امکان نداره باشن. یعنی یا تو دینی داغون یهودی، یا دینی در حد موضوعات اولیه از 5-10% میزنی، یا دینی در حد 40-50%، یا دینی خیلی خوب و داری میری برای 100 سراسری. خارج از این 4 حالت وجود نداره. بنابراین حواسمون باید جمع این داستان باشه که غیر از این نیست، دنبال چیز دیگه ای هم نمیتونیم بگردیم. اما مورد بعدی، ما توی فرایند کلی ایبوکمون که حالا الان میارم جلو و میبینی، کلی توضیحات و ابزارهای آموزشی و جزئیات داریم. برای اینکه بخوایم با همه اینا آشنا بشیم،
بچه اینو چجوری تونتر من میتونم ببرم؟ تونتر بزنم روش دست دار. یه نگاه کلی بندازید. عملا تو هر درسی طبق چیزی که من گفتم چهار تا فاز وجود داره. یه نگاهی بنداز و تو بر مبنای شرایطت تو اون درس باید فاز مطالعاتی تو بیاری جلو. من توی فارسی برای بچه های فاز یکی که خیلی خفنن کاری که میکنم اینه، کل فارسی رو میخوام ببندم برای بچه های فاز دوی که متوسطن کل 10 و 11 کنکور رو میبندم، برای بچه های فاز 3 کل 10 و نصف 11 رو میبندم و برای بچه های فاز 4 که به حد اقلا خوانن کانس الان ادبیات بره 25% 30% بزنه و بیاد آخر اچ، ما بعد از ایدم داریم دیگه، کروکی کنکورم در ادامه اینه و حالا یک سری سورپرایز ها داریم که من یواش یواش بگم دیگه. بچه هایی که توی حبس شرکت میکنن و جزو بچه های پادگانن یعنی تو طراح مشاوره هستن، ما طبق هماهنگی هایی که کردیم کروکی کنکورشون هم رایگان کردیم، یعنی اردوی کروکی کنکور واسه بچه هایی که جزء سیستم مشاوره هستن و تو حبس شرکت کردن رایگان میشه و میان ادامه حبس اونجا میبندن. اینم یه کار دیگه که تونستم براتون انجام بدم. ببین هر درسی با توجه به جایگاه تو و پتانسیل تو به تو این حق رو میده که یکی از این چهار تا فاز رو انتخاب بکنی. عموما یه عمومی ها اگه بخوام برات مثال بزنم، هر درس فاز یکش یعنی وی آی پیش کلش و 100% درسو شامل میشه، فاز دویش تقریبا حدود 60%، فاز 3 حدودا 45% و فاز 4 تقریبا حدود 20-25% رو پوشش میده. پس باید خیلی حواسمون جمع باشه که درست انتخاب بکنیم طبق اون موضوعاتی که گفتم و حالا توضیحاتی که در طول این مدت تا شروع حبس واسهتون خواهم داشت که قشنگ یاد بگیرید باید چی کار کنیم. خب برگردیم قبل. یادت نره که در طول پروژه ایبوکی که با هم دیگه داریم میایم جلو که حالا روند این که این چجوری باید نصب بشه رو گوشی تو یا روی در واقع سیستمی که داری، لپتاپی که داری، یا همه رو قشنگ واسه توضیح خواهم داد، ما بخش هایی داریم که شدیداً کاربردی و به دردمون میخوره. بازم توضیح همو تکرار میکنم، همه این صفحاتی که داری میبینی مربوط به سال گذشته است. نرم افزار امسال ما و شرط امسال همش عوض شده، ولی به خاطر اینکه فرایند کپی کاری انجام نشه من اینو دارم نشون میدم، مجبورم اینو نشون بدم. بچه‌ای که میان تو سیستم جدیدشو میبینن، حالا 3-4 روز دیگه یه کوچولو از رو جدیدش رونمایی میکنیم، ولی یه جوری که نتونن بفهمن چی به چیه یا اینکه بخوان کپی برداری از روش بکنن. اولین قسمتی که داریم رتبه شو، تو قسمت رتبه شو عملاً مطالبی گذاشته شده که کاربردی برای اینکه مسیر رو بتونشون بده، یعنی راهو بفهمی و درک کنی اون صراط مستقیم باید چجوری باشه که بتونی نتیجه بگیری. یه قسمت فوق‌العاده دوست داشتنی داریم به نام قلق. قلق به تو میگه هر درس رو چجوری بخونی، چقدر بخونی، با چه روندی بخونی، با چه تکنیکی بیای جلو، و تو صفحه به صفحه یه هر درس میگه از کجا احتمال داره تست بیاد، کجاش مهمتره، با چه روشی باید بخونی بیای جلو. یه قسمت دیگه ای که داریم قسمت چند از چنده. تو قسمت چند از چند من دقیقاً به تو گفتم که اگر این قسمت رو بخونی و بیای جلو بر مبنای این که 12 هستی و امتحان نهایی داری حدوداً چند نمره داره. خیلی جذاب شد، یعنی هر روز که من برنامه رو دارم میارم جلو و داریم پیشرفت میکنیم تو برنامه، تو خودت اگر برای امتحان نهایی داری میخونی، برای دانش آموز سال 12 هستی، یعنی داری ایبوکتو میخونی، کنکورتو میخوای جمع کنی، ولی میخوای بدونی تو امتحان نهاییت هم چه خبره. دقیقا صفحه به صفحه و درس به درس به تو گفتم که امروز که اینو خوندی تموم شد چند نمره میگیری واسه امتحان نهایی، فردا که اینو داری میخونی چند نمره میگیری برای امتحان نهایی، و تا آخر ایبوک انشالله به 20 نهایی میرسیم. قابل توجه مدیران محترم، معاونین دلسوز، معلم‌های خیلی دوست داشتنی، پدر و مادرها که پاشون رو گلوی ماست برای امتحانات بیخود نهایی، اینم اینجا تعبیه کردیم که بتونی باهاش نمره بگیری در امتحانات نهایی، نمره بالای 18.5 بگیری، دست از سر کچل ما برداری. اما یک ماجرایی که خیلی اهمیت داره، حالا یواش یواش باید ارمیارم بیاریم توی بحثمون یه تیکه‌هایی، یه ماجرایی که خیلی اهمیت داره اینه که من هر روز با توجه به شرایط تو به تو برنامه فردی دادم. تو دقیقاً برنامه که میگم، میگم از اون برنامه چقدر باید تست بزنی از اون درس برای من. سه،
بهت میگم اون قسمتی که خوندی چند تا تست تو کنکور داره، یعنی دقیقاً روز به روز بهت میگم پیشرفت امروز چقدر بوده. این قسمت از شیمی رو خوندی، دو تا تست میاد ازش تو کنکور سرسری، فردا پس فردا روزهای دیگه دقیقاً همون جوری دارم میارم جلو. و سه، دقیقاً تو قسمت های دوازدهم بهت میگم امروز که خوندی چند نمره کاسب شدی، یعنی تو روز به روز رشد خودتو داری میبینی، روز به روز داری متوجه این میشی که چقدر داری بهتر میشی، چقدر داری ایدالتر میری جلو، چقدر حرفه‌ای داری میری جلو و چقدر پیشرفت کردی. این خیلی جذابه، هم با امتحان نهایی هم برای کنکور سراسری دقیقاً پیشرفتتو توی این شرایط میبینی و با من میای جلو. طبق قولی که داده بودم تو حبس آموزشی پیتزای درس زبان فارسی و عربی به همه بچه های ارائه میشه، یعنی دوباره از اول. دوستان عزیز تنبل قابل توجه شما که هیچ کاری نکردی تو پیتزا، الان به غلط کردن افتادی، آقایی کش اول سال بود میخوندم باد میومدم جلو، پیتزای عربی زبان فارسی دوباره از اول میخوام شروع کنم بیام جلو. حل دیگه از اول صبح که از خواب بلند میشی ساعت 6 صبح، از لحظه ای که بیدار باش برات میاد، از لحظه ای که واحد چکینگ و کنترل شروع به کار میکنن، از لحظه ای که مامان بابای تو میفهمن تو بیدار شدی یا نه، که الان میگم چجوری مامان بابا بشینن خیلی کار داریم باهاشون، تا آخر شب همه چی چیده شده است دقیق و کامل. حتی نگاه کن برای ورزش صبحگاهی که البته این میگم باز میگم این پارسالی از فرمت امسال تغییر داره، برای ورزش صبحگاهیت حتی دقیقاً روال مشخص کردم، یعنی حرکات کششی و نرمشایی که باید داشته باشی همه رو آوردم توی برنامه. تو بارسا استفاده می‌کردی از این ارمیا؟ خیلی هم عالی. قابل توجه مادرهای عزیز دل، ما امسال یک روند جدیدی رو خواهیم داشت توی حبس آموزشی، حالا از طریق اون اپلیکیشنه که بعضی از بازه‌های زمانیمون رو اختصاص دادیم به توصیه‌های تغذیه‌ای. انقدر همتون نگران اینید به من زنگ می‌زنید آقای ذوالفقاری تو رو خدا بهش بگو، به من بگو شام بهش چی بدم بخوره که رتبه بشه، دکتر شه، مهندس شه، وکیل شه. ما الان همون فرایند رو می‌خوایم داشته باشیم، یعنی برنامه تغذیه‌ای می‌خوایم بدیم که با این میزان کالری رتبه‌ش این میشه، با این میزان کالری رتبه‌ش این میشه، که خیالتون از بابت این داستان راحت بشه که روند کلی غذاییش هم در نظر گرفتیم، یعنی صبحانه، ناهار، شام، میان وعده، همه چیزو سعی کردیم بیاریم تو روال کار که خیالت راحت بشه. میزان کامل بودن سیستمو میبینی از لحظه‌ای که بیدار میشی تا آخر شب. همه چیزو گفتم، برنامه دادم، تعداد تست دادم، آزمون میگیرم، نظارت پشتیبانی چکینگه هست، از ورزش صبحگاهی بهت یاد دادم چجوری باشه تا شام و ناهار رو میان وعده و صبحونت. خیلی از بچه‌ها یه موزل بزرگی که دارن میگن تو اون بازه‌های زمانی که تایم خوابمونه، یعنی اون زمانی که خاموشی پادگان اعلام میشه، ما خیلی ایدئال نیستیم، خیلی نمیتونیم راحت بخوابیم. اینجا یه سری راهکاره که حالا بریم جلوتر تو اون اپلیکیشنه یه سری راهکارها ارائه میشه که شما خواب شب کامل خوبی بتونید داشته باشید. ببین در این حد بهت بگم آهنگ بی کلام ملایم برای خواب شب، در این حد بهت بگم آهنگ پر انرژی برای انرژی نیمروز، یعنی فقط و فقط تو پادگان ذوالفقاریه تنها کاری که نتونستم از دستم بر نیومده براتون انجام بدم اینه که جاتون نمیرم کنکور بدم. یعنی عملا همینه دیگه، فقط جاتون نمیتونیم بریم کنکور بدیم دیگه. چی میخوای؟ همه چی چیده شده کامل کامل. خب یکم بریم جلوتر، بریم اینجا مهندسی برنامه. اول ایبوک بهت گفتم که تو هر درسی تو هر فازی چه اتفاقی میخواد بیفته. ما با فاز یک کل درس ها رو تو هر درس کلش رو میخواییم جمع کنیم، یعنی 100% هر درس رو میخواییم ببندیم. همینجوری میاد پایین تا میرسه به فاز 4 و فاز 4 حداقل درصدیه که تو اون درس میشه بس برای اینکه یه رشته درست و درمون در یک دانشگاه متوسطی قبول شد. پس حواسم جمعه، منی که صفر مطلقم، تعطیلم، ذری پوشی منفیه، تو در و دیوارم، به دردم میخوره این سیستم؟ بله. منی که خیلی خفنم، تا حالا جمع‌بندی کردم دوره کردم، به دردم میخوره؟ قطعا. پس هر کس برنامه خودشو داره و از همه اینا مهمتر، از همه اینا مهمتر، از همه اینا مهمتر،
همه چیز از صفحه یک شروع میشه. عقب افتادگی داری؟ آفلاین داری؟ نخوندی؟ نرسیدی جمع‌بندی کنی؟ آزموناتو تحلیل نکردی؟ داغون بودی؟ نمره مدارس خرابه؟ از صفر شروع میکنیم، هم درصد به دست میاریم هم نمره میخواییم. خب تو مهندسی برنامه اول بهت گفتم تو هر درسی قسمت به قسمت چه اتفاقی میفته. این عمومیشه، اینم اختصاصی پارسالشه. قشنگ بهت دقیق گفتم بر مبنای فازبندی قراره چه شرایطی باشه. یه روزش رو نگاه کنیم با هم دیگه. امیا بیا ببینم، بریم یه روزش رو با هم دیگه شروع کنیم. من اول برگردم یه کوچولو زلاتان به من بگه که این بود. برو زلاتان به من بگو ببینم فازبندی چه جوری بود پارسال. صدا اوکی؟ بله اوکی. من به طور کلی اولا بگم اصلا الزامی نداره که همه بخوام وی آی پی براتون فرست استیج. خیلی خوبه، اینا رو من میخوام بگم. من خودم درسامو میخوام فازبندی که یادم اینه که برای فارسی که ضعیف ترین درس عمومی بود، همون از همه ضعیف ترین، یعنی به عبارتی کم اون کمترین بار مداشت رو انتخاب کردم، اون 90 مینس کل. برای دینی صد همون وی آی پی رو انتخاب کردم، عربی و زبان همون جفتش رو فرست کلاس رفتم با توجه به سطح همه، یعنی الزامی نداره که حتما یک برنامه خواهد. یه بار دیگه، یه بار دیگه. فارسی چی؟ من فارسی 90 مینس رفتم، بعد پایین ترین درس هم بود. ببین کدوم دانشگاه درس میخونی؟ ببین دور بیرون کدوم دانشگاه؟ امیر کبیر. کدوم دانشگاه؟ امیر کبیر. چه رشته‌ای میخونی؟ انرژی. رتبه چند شده؟ 391. فاز ادبیات چند بوده؟ 90 مینس گفت. یعنی فاز 4. فاز 4. امیر کبیر میخونه. میتونی زیر 500 کنکور فاز 4 رو انتخاب کنی ادبیات. قابل توجه اون دسته از دوستان بی عقل و درب و داغون و نمونورده شه ما دیگه نمیتونیم میخوایم بذاریم واسه سال آینده. بعد درس دینی، از اونجا که تو دینی اوزام خوب بود و دینی کلا درس خوش دستیه و خیلی راحت هم میشه، هماهنگ کردیم اگه قبول نشدی بفرستیمت خوب. بله من وی آی پی رو رفتم و خدا رو شکر دینی من بستم، برای کنکور خیلی هم خوب زدم. عربی و زبانم فاز 3 زدم، همون ببخشید فاز 2 فرست کلاس. این بود فاز من. یه بریم یکم جلوتر اینو رد کنیم، بریم اینم رد کنیم برسیم اینجا. آقا یه کوچولو اون فاز باشه اونم خاموش کنم من بدم بعد. چش خب رفقا نگاه کنید، ما اول تو مهندسی برنامه عمومی تخصصی طبق فرآیندی که میخوام برنامه فردی مشخص میشه، بودجه بندی رو دارم، میدونم تا آخر عید بعد چی بخونم. تا اینجا همه فهمیدید؟ بله بله همه فهمیدید یا نه؟ بودو محشید اخلاقی زاده چرا اسمش زلاتانه؟ اسمش زلاتان نیست، اسمش ارمیا رخشانی، معروف به زلاتان کلاسینو. چه معروف کلاسینوه بابا، خیلی خوفه. حله همه فهمیدن؟ امیرسن وسوقی هم هست. یه نفر پرسیده زلاتان یعنی چی؟ این سوالا رو دخترها میپرسن. زلاتان یه نوع سنگه، یه غذاه، یه غذاه سنتیه تو بیرجند. گفت بیرجند هم با برنج میخورن هم با نون میخورن. با برنج خوشمزه. حله بریم شروع کنیم آقا، بریم شروع کنیم ادامه داستان. یه روز برنامه رو بریم با هم دیگه. بی 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 بی. یه روز از اول، یه روز از برنامه، برنامه روز اول استارت بزنیم ببینیم چه خبره. نگاه کن آقا من فارسی فاز 1 انتخاب کردم، روز اول باید چی بخونم؟ بیا اینجا نوشته فارسی روز اول برای کسی که فاز 1 درس 1 تا 5. یا حسین 5 تا درس باید بخونه. نگاه کن زمان تخمینی داده 3 ساعت، تعداد تست هم داده 100 تا تست. آقا من الان تو 3 ساعت خوندم تموم شد، تستمو برم از رو چی بزنم؟ تستمو از رو چی بزنم؟ تستش از رو چی بزنه؟ نوستراداموس. یعنی من هم به تو برنامه میدم هم منبع تستی که الان میریم معرفی میکنیم. حالا نگاه کن بعضیا جو میگیرتشون همین الان، یارو نشسته سر کلاس دقیقاً مدلش اینه، زلاتان اومد صفر بود، خفن بود، رتبه زیر 500 آورده، امیر کبیر قبول شد، مگه من اینجوری هم منم همین کارو انجام میدم؟ یو حسین میرم همه رو فاز 1 ور میدارم، وی آی پی میدارم، درسا رو میرم جلو. بعد 3 روز 4 روز به من زنگ میزنه
میگم حالا چطوره؟ میگه ببخشید ببخشید من فازمو اشتباه انتخاب کردم. میگم چرا؟ میگه یه جوری از تو سلولای بدنم دریده شده. میگم الان حس تو دقیقاً برای عمو تعریف کن. میگه آخه روز اول فاز یک فارسی 5 تا درس، دینی 3 تا درس، فیزیک نگاه کن، حجم فصل رو ببین، شیمی نگاه کن. آخه من خودم با فک و فامیل و خونوادم تو 3 ماه نمیتونیم با هم 5 تا درس فارسی بخونیم که تو 3 ساعت اینو خواستی. بعد اون لحظه من بهش میگم ببخشید ببخشید. سر کارگاه که من هی توضیح میدادم از عقلت استفاده کن واسه انتخاب فاز، میخندیدی جو گرفته بودت، همه رو میخواستی وی آی پی بخونی. همین الان بهت دارم میگم این بچه زیر 500 کنکور رو برده، فاز 4 هم داشته توی درساش، جو نگیرتت همه رو وی آی پی انتخاب بکنی. و حاجی ما تو الان خیلی بد بودیم، از مجذب کردیم خودمون رو جمع کردیم، فاز 1 میریم یه ماه صلوات. نمیتونی نکنی این کارو، معلمش نمیتونه این کارو بکنه. پس الک فاز بر ندار. 1، قبل از این که شروع کنیم کارو باید فکر کنیم و فاز بندیمو دقیق و درست بیاریم جلو. این خیلی اهمیت داره. اون دسته از بچه‌هایی که جو میگیرتشونو ما توی تایم های مختلف مثل شهری جمع، مثل استودیو فن دیدیم چجوری هم. روز اول روز دوم دقیقاً این فازو داره، ما نمیخوایم وارد این فاز بشیم. نگاه کن تفاوتو بفهم. دینی فاز 1 تو یه روز 3 تا درس، تو یه روز 3 تا درس. این مال کسی که خونده تموم کرده داره جمع بندی. ببین فاز 1 مال کسی که خونده تموم کرده داره جمع بندی. بعد نگاه فاز 4شو نگاه، یه دونه. پس الکی جو نگیرت، آرامش داشته باش. بذار من راهنماییت کنم. راهنمایی کردن منم چه جوریه؟ دقیقاً یه سری توضیح میدم، یه سری وایس، یه سری ویدیوی آموزشی که بر اساس اونها بیاری جلو. و این کارگاه اصل داستان این کارگاه. اما ما گفتیم همه درسمون درس به درس فصل به فصل یه قسمتی داره به نام قلق. نگاه کن قلقو، قلقو نگاه کن تو رو قرآن. ببین عملا نکته و تسته. من تو هر درس صفحه به صفحه و درس به درس برای تو دقیقاً توضیح دادم این درس چیه، چجوری باید خونده بشه، کجاش مهمه، چه قسمتیش احتمال داره تست بیشتری داشته باشه، چجوری باید اون قسمت رو بخونی، سریع‌تر برو سر وقت چه قسمتی، اگه خوب نبودی اول برو چه قسمتی رو شروع کن، کدوم قسمت رو حذف کنم. اون دوستای عزیز که تو گروه حذفی اون هستن از اول سال میگن سریع به من بگو چی ها رو حذف کنم، یه تیکه کم بخونم، یه تیکه بزرگ قبول شم. دوست عزیز تیکه تیکه من اینجا رو نگاه کن. الان عملا من به تو اینجا گفتم که هر درس چجوری باید خونده بشه، کجاش مهمه و حتی چند تا تست داره. دیگه چی میخوای از این کاملتر؟ حل... بریم یکم جلوتر. نگاه کن قلق شیمی رو نگاه کن. بازم میگم امسال خیلی فرق کرده، مگه نه؟ شیمیش که خیلی فرق کرده، خیلی تغییر داریم امسال. تعداد تست کجا رو قشنگ نکته و تست برگزار کردم برات. یعنی امسال تو حبس آموزشیمون یه نکته و تست میریم، بعد حبس میریم تو نکته و تست و میشینیم میتره کنیم حال میکنیم. خدایی نگاه کن، خدایی نگاه کن. اون دوستایی که میگفتن تو رو قرآن به من بگو سریع خودم قسمت رو بخونم نتیجه بگیرم، تو الان فارسیشو نگاه کن. ببین ببین دقیقاً قسمت به قسمت بررسی کنیم. حالا بذار بریم جلوتر می‌بینی چه خبر. تازه بازم میگم این پارسالی است و امسالیه رو جیگرشو نداشتیم الان نشون بدیم که فردا صبح کپی بشه. نگاه کن فارسیشو نگاه کن، درس به درس بررسیو نگاه کن، قرابت، آرایه، لغت بندی، لغت املا، دستور زبان. یعنی چی می‌خوای دیگه؟ یعنی خاک تو سرت اگه با این نتیجه نگیری. یعنی چی میخوای دیگه؟ نگاه کن چقدر کامله. و دم همه معلمای کلاسینو گرم که انقدر انرژی گذاشتن که این انقدر خفن در بیاد. یعنی وقت گذاشتن خدا وکیلیا که بشینن بررسی کنن بنویسن و دقیق بگن چی به چیه. خب حل بچه ما بریم اپلیکیشن. تایم نداریم ها، تایم ما رفت به خدا، نیم ساعت وقت داریم، نوستراداموس هم بریم. خب نگاه کن ببین تازه رسیدیم به برنامه روز دوم. اما یه چیز خفن بهت بگم، برنامه روز دوم عربیشو نگاه. ببین یه نکته هم بهت بگم، برنامه که روزانه داره میاد جلو دقیقاً طبق همون فرایند پخش و تعادله. یادت دو تا باله پرنده تعادل توی برنامه، یعنی چیدمان همین جوری اومده جلو. من این مثال خیلی کوچیک بزنم، یه چیز خیلی ساده رو متوجه شی. نگاه کن تو زبان روز دوم
باز یکیه داره درس یکو میاره جلو میبنده، باز چاریه درس یکو تو دو روز قراره ببنده، یعنی درس یک دهم که اصلا خودش همینجوری وله هیچی نیست. باز با این حال باز چار آروم آروم، ببین باز چار قشنگ شیرازیه، ملو آروم بی استرس، درستش هم اصلا همینه. خب قلق رو نگاه کن، ریاضی رو ببین، زبان رو نگاه کن، هر چی نیازه بدونی گفتم، یعنی تو اینو میخونی کیف میکنی، میری جلوتر تو نکته و تست زندگی میکنی. عربیشو نگاه کن، عربیشو نگاه کن، نگاه کن دونه دونه خط به خط چی اهمیت داره، روند قواعد تکنیک های ترجمه همه چیز که اهمیت داره رو بردم. زیستشو ببین کجای فصل مهمه، چند تا دونه تست داره، بری اول کجا رو بخونی، کجا رو حذف کنی، چی رو بذاری کنار، چه مجموعه تستی رو بزنی تو نوستراداموس، سیاش مهمه، همه رو گفتیم، همه رو گفتیم. خب اما هر صفحه که ما برنامه رو آوردیم جلو، برنامه درسی بهت دادم، تعداد تست رو گفتم، مدت زمان پیشنهادی برای خوندن رو گفتم، گفتم این قسمت رو داری میخونی اگه 12 چند نمره از امتحان نهایی به دست آوردی، یعنی آخر ایبوکتای فروردین تو قشنگ تکلیفت معلومه که طبق اون فرایندی که اومدی جلو چند درصد تو هر درس به دست آوردی، چند نمره تو هر درس به دست آوردی و چقدر پیشرفت داشتی. دیگه چیزی میمونه؟ و سوال مهم اینه دیگه، حالی به آدم میمونه؟ میمونه یا نه؟ بیا دیگه زلاتان بیا روشنی؟ خب نه در مورد ای بود بچه نها کنید، نکته مهمی که توی این انتخاب فازا خیلی من اصرار دارم اینه که بچه حتما اون چیزی که واقعا انتخاب جبگیر نشید. آقا نگو من خودم میدونم اگه بخوام وی آی پی رو میخونم، از این واقعا بخشی کلمه جبگیر بازی در نیارید. من یه اشتباه کردم سر یه درس اختصاصیم، پدرم دارم تا خودم رسوندم بهش و خیلی هم اذیت شدم. اگه واقعا آقا فکر میکنی نه من 6 ماه نصفه خوندم بذارم وی آی پی برم، نه اونی که واقعا فکر میکنی انتخاب کن، بیچاره میشی، یادم رسما میگه، ولی اگه درست انتخاب کنی تا آخرش لذت بخش میای جلو. یعنی منظورش اینه بذار دو نفری صحبت کن. ببین منظور زلاتان الان اینه دقیقاً، اینکه یک نفر فاز پایین انتخاب کنه آروم آروم بیاد جلو خیلی عاقلانه تر از اینه که فاز بالا انتخاب بکنه ولی نتونه بیاد جلو. گرفتی داستان؟ بازه اید میاد پایین، خیلی بازه باید. آیا زلفقاری گفتن نکته رو من اینجا نوشتم، ولی شاید راجب ای بوک نباشه. من راجب امتحان نهایی نکته ارز کنم، من معدلم اومدش، من معدل نهاییم شد 14.3. آقا هیچی نخوندم شب امتحان، فقط نشستم شب امتحانه کلاس نور دیدم و دو سه تا کتاب ورق زدم. آقا امتحانه گلابیه، اصلا سخت نگیرید، تو معدلتون 10 به بالاشه، یعنی شما فقط نمره 10 رو بگیری کافیه، هیچ تاثیری تو کنکور نداره. آقا برای من که نداشت، هیچ تاثیری برای من نداشت. خب واسه مثلا معدل تو گفتی، رتبت هم یه بار دیگه بگو. بعد کنار هم بگی معدل 14.3، معدل 391، اینجا معدل سه رتبه سه من آمپیر پوینت. یک بار دیگه عرض میکنم، با معدل 14.3 و رتبه 391 کنکور. خب این ها اصلا چاید به هم نخورم، ولی واقعیه. بلیش کن قلقه، قلقه 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 هم بگو بریم راجب قلقه. خیلی درس خیلی خوبه، شما اصلا باید درس رو بخون کامل میخونی، بعد میگه قلقه رو یاد میگیری، کل اون چیزی که خوندی تو این قلقه برای دفعه خلاصه میشه، یعنی یه جنبندی بر اون بازی که تو نشستی درستو خوندی، به خصوص تو دروس عمومی فوق العاده است قلقاش. یعنی من تأثیری که تو اون قلقه دیدم تو نکته و تستام دیدم. دینو زندگیشو میگی؟ روزایی ما توی نکته و تست میرفتیم آزمون میدادیم، نوستراداموس هم میزدیم، حالا راجعش صحبت میکنن. آزمونای نکته و تستی که میدادن با اصلا خیلی جوس، خیلی سوالا برام بدیهی میشد، یعنی انقدر این توستای نوستراداموس و این قلقا جامعه، شاید به ظاهر خیلی کوچیک بیان ولی انقدر جامعه، شما به مرور میفهمی تو آزمونای جنبندی، توی امتحانایی که تو نکته و تستت میدی، توی آزمونای نمیدونم حالا کلوک کنکور در ادامه داری، این قلقا رو خیلی جدی بگیرید، خیلی جدی بگیرید. حل دمت گرم. دلتون تو خاموش کن، من روشم. من اوکی شد؟ بس لرن صدا؟ خب
حالا بچه‌ها بریم شروع کنیم ادامه رو. اینو ببندیم بریم نوستراداموس. آقا ایبوکو گفتم هر توضیح بیشتری نیاز داشته باشه در ادامه میگیم که الان دیگه کامله همه چیز معلومه. روال کلی برنامه درسی فردی و الان من میدونم روزانه میام جلو بر اساس برنامه درسی تعداد تست هم مشخص، نمره‌ای که باید بگیرم مشخص، قلقا مشخص، چند از چند مشخص، همه ای آیتما رو گفتم. لحظه‌ای که از خواب بلند میشی ورزش سوگای میکنی تغذیه صبحانه ناهار شام میام وعده تا آخر شب مشخصه. علاوه بر این همه بچه‌ای که توی حبس آموزشی میان توی کانال تلگرامی هم عضو میشن که حالا بهتون میگیم چیه، زنگ میزنن واید پشتیبانی میگن تو اون کانال تلگرامی قشنگ من قرار توضیح بدم ریز به ریز براتون. از 6 صبح که بیدار میشیم تا آخر شب با همین، من کل تایم عیدو توی حبس آموزشیم هستم، یعنی توی اردوگاه هستم با بچه‌های حبس حضوری، ولی تمام تایم بچهای حبس حضوری و حبس مجازی با هم تحت کنترل منن. حالا فیلم هایی که میاد، صحبت هایی که میکنم، چون استودیو میره اونجا هستن، کامل فرایندهای کاریمون میره اونجا، اونجا مستقر میشیم، از اونجا با بچه ها در ارتباط هستیم. آقا بریم قسمت بعدی. نگاه کن من به تو گفتم اینو بده. من به تو گفتم برنامه درسی بهت میدم، چیدمان دقیق، همه چی مشخص سر جای خودش. در کنار این داستان من به تو منبع تستی میدم. آقا این خیلی مهمه، منبع تستی نه که پول جدا ازش گرفته بشه تو بری کتاب بخری یا هر داستان دیگه ای. این عملا منبع تستیه که در اختیار تو گذاشته میشه که تو بتونی تستا رو با خیال راحت بزنی. تمام تستای به درد بخوره، کنکور، آزمون‌ها، هر چی هر جا هست و کاربرد داره اینجا قرار گرفته. اسمش چیه؟ نوستراداموس، پیشگویی کنکور. و سال گذشته نوستراداموس واقعا پیشگویی کرد، امسال هم همینه. عزیز من، کسی نوستراداموس رو بتونه تو این بازه زمانی بزنه، تو کورکی کنکور یک سری تست جدید قراره بهتون بدم. دوباره قراره یک فایل جدید تستی هم اونجا داشته باشیم. در کنار این دو تا مجموعه رو تو با من بیا جلو، حل هر کاری تا حالا نکردی گوره باباش به درک، اصلا اهمیتی نداره. اینو جمع کن برام. بریم نوستراداموس. نوستراداموس رو که روش میزنی تمام درس ها میاد، یعنی دقیقاً منطبق با درس هایی که تو داری توی برنامه درسی روزانت همه چیز کامل مشخصه. ریز بریز تکلیف همه درس ها رو مشخص کردم. یه دونه رو انتخابی بیاریم. چی بیاریم؟ چی بزنیم؟ زیست بزنیم. گوزیست، زیست رو میزنیم. اول از همه ما هر درسی رو که میزنیم 4 قسمت اساسی واسمون میاد جلو. 1، میشه کمکت کنم؟ که توی این قسمت من اومدم بهت گفتم که این درس رو چجوری باید بخونیم، با توجه به تغییرات سازمان سنجش چه روندی داریم توی این درس، چند تا تست داریم و تکنیک خوندن و تست زدنش چه بود. 2، وقتی رو آزمونا میزنیم تست های اون درس بر اساس کتاب 10، 11، 12 و تو هر کتاب فصل بندی مشخص میشه که تو دقیقا کتاب ها انتخاب میکنی، فصل رو انتخاب میکنی، میری تست رو. 3، برگه یا تحلیل سوات گذاشتیم برای تحلیل آزمون. چرا؟ چون بعضی از بچه ها با نوستراداموس مثل آزمون برخورد میکنن، در صورتی که ما 5 تا آزمون روزانه داریم توی حبس، ولی اونا دوباره با این آزمون برخورد میکنن. یعنی فصل به فصل و بعد از اینکه در روز خوندن میزنن طبق تایمی که من گذاشتم، حالا یه برگه تحلیل گذاشتیم که اون برگه تحلیل دقیقاً با سه تو تستای غلط زده و نزده تو تحلیل میکنه که متوجه شی ایراد کار کجاست و روند کلی دستت بیاد و در آخرم پاسخ برگداری. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب از اون بعد باز کنید برای من. اینو ببندید یه لحظه، من اینو بگم. پس تو نوستراداموس هر درس جداگانه پایه به پایه تست داره، کامل مشخصه، فایلش میری تستشو برمیداری میزنی، میتونی یا برگه تحلیل استفاده کنی، میتونی یا پاسخ برگه استفاده کنی. اینم هدیه من، عیدی من به شما. الکی نرید هزینه کنید کتاب جمع بندی بخرید و این داستان. یادتون تو لایو هی میگفتید کتاب چی بخریم؟ ما زرد خریدیم، اینجوری شد، اونو خریدیم، اینجوری شد. همه رو برید صد باش خود، به خاطر اینکه این تغییراتی که توی دفترچه به وجود اومد دیگه خیلی قابل استفاده براتون نیست. این دیگه کامل ترین حالت ممکنه. نوستراداموس رو ببندیم بریم سر وقت اپلیکیشن. وای
خب بریم سر وقت سومین قسمت مهم. خدا میدونه چقدر دیگه ما کار داریم و تایم هم نداریم. سومین قسمت مهمی که شدیداً مورد نیازه همه دانش آموزهای امسال در حبس آموزشی و پدر و مادرهای اوناست، نرم افزار PCM، اپلیکیشن PCM که برای اولین بار تو آموزش ایران تو فرایند مشاوره و برنامه‌ریزی تو پادگان ذوالفقاری داره استفاده میشه. اینم باز ما اولیم. حالا کپی میشه حدود از 3 دقیقه دیگه شروع میشه، ولی ما اول بودیم. این خیلی هم این اپلیکیشن این قدرت رو داره که دانش آموز رو از لحظه‌ای که از خواب بیدار میشه تا آخر شب رصد کنه و اطلاعاتی که من مشاور و والدین نیاز داریم رو بهمون بده. حالا دیگه هیچ کس نمیتونه در بره، هیچ کس نمیتونه بپیچونه، هیچ کس نمیتونه گردن کلوف بازی در بیاره که من آزمون دارم ولی نتونستم بفرستم. حالا نفرست ببین چه پوستی از سرت میکنه. قلفتی عشق میکنی، خودت عشق میکنی، آزمون میدی مامان بابا با خبرن، بیدار نشی مامان بابا با خبرن، درصد آزمون مامان بابا با خبرن، گزارش عمل کرد دیر بیاد مامان بابا با خبرن. یعنی جون بخوری همه متوجه میشن چه اتفاقی داره میفته و چه فرایندی هست. یکی بچه‌ها سوال پرسیده و این چیزایی که دارن اینجا میپرسن من تونتون میبینم بهتون میگم. یک، تو روال برنامه درسی که داریم استادها خیلیاشون برنامه دادن واسه در طول عید، اون میاد در دل این برنامه قرار میگیره، یعنی اون برنامه رو اجرایی میکنه. تو روال کلیت کار چه دانش آموز حبس حضوری چه حبس مجازی باشی همه ی امکانات رو داری. حالا شاید این سال پیش بیاد که بچه های حضوری بگم ما که موبایل ممنوعی ما چجوری اینا رو باید داشته باشیم؟ بهتون میگم همه چیز آماده است. طبق معمول من جلوتر از تو بهش فکر کردم، چیدم همه چیزو، فقط تو باید بیای عشق کنی، استفاده کنی، خفن نتیجه بگیری، بیای جلو. و این خیلی اهمیت داره که واقعا طبق این روال کارو انجام بدی. خب روی گوشی من ببینم اپلیکیشن رو به بچه‌ها نشون بدم چه خبره. یه لحظه بچه‌ها نگاه کنید، یکی این که هر گوشی که داری یا حتی هر گوشی که داری، یعنی چه iOS چه اندروید چه سیستم شخصی خودت، گرفتی چی شد مثلا لپتاپ خودت، این اپلیکیشن رو میتونی نصب کنی. نگاه کن، میاد روی صفحه گوشی به نام پادگان ذوالفقاری، اینو میزنی و این صفحه برات باز میشه و از الان دیگه قابلیت دسترسی به همه این خدماتو داری. برنامه ای بوک تو که گفتم نمیتونن کپی کنن میاد اینجا قرار میگیره. نوستراداموس تو که گفتم امسال نمیتونن کپی کنن میاد اینجا قرار میگیره. آزمون‌های روزانه‌ای که تحت عنوان اورژانس حتی میخوایم بگیریم که گفتم امسال نمیتونن کپی کنن میاد اینجا قرار میگیره. ویدیوهای آموزشی احتمالی که پارسال کپی کردن امسال بیان کپی کنن اینجا قرار میگیره. همه چیز اینجاست، همه چیز اینجاست. دوستان عزیز کپی کار خوش بگذره، همه چیز کامل کامل. امکان پرینت برنامه هست، امکان پرینت نوستراداموس هست، امکان پرینت آزمون ها هست. یعنی تنها امکانی که وجود نداره اینه که مثلا ما الان این قدرت رو نداریم تو سیستم مشاوره برنامه ریزیمون که دوتا کار انجام بدیم، جای بچه ها آزمون بدیم بریم سر جلسه کنکور و مثلا دستشویی بریم. این دوتا کار الان فعلا هنوز تعبیه نشده، هوش مصنوعی داریم روش کار میکنیم. همه چیز آماده است، کامل کامل. بله. حالا من یه سوال میپرسم و دوستانم خیلی با منطق و دلیل و برهان به من جواب بدی، یعنی واقعا خدا وکیلی خیلی مهمه این جوابش برای من خیلی اهمیت. با وجود تمام این امکانات، با وجود تمام این شرایطی که فراهم کردم، با وجود تمام این خدماتی که الان دارین، این ابزارهای آموزشی که پوست از سرمون کنده شد به اینجا رسیدیم، حالا کاری با دهنمون نداشت ولی پوست از سرمون کنده شد به این نقطه رسوندیمش،
سوال من اینه، یعنی سه ماه کار شبانه روزی ریخت و قیافه ها رو ببین، روت میشه با غیرت و درست و درمون و حرفه‌ای درس نخونی؟ به من جواب بده. خدایی روت میشه؟ خدا وکیلی روت میشه از الان درست و درمون و حرفه‌ای درس نخونی با وجود تمام این اتفاقهایی که الان داره میفته؟ بله، آزمون شبه کنکور هم داریم، هم اون و حضوری هم مجازی، که البته تعدادش متفاوته. خب خدا رو شکر که اینقدر مرام معرفت داری، حداقل الان دارید میگید نه رومون نمیشه. حداقل الان هم این حرف رو دارید میزنید، خیلی اهمیت داره دیگه، خیلی ارزشمنده. خدا وکیلی باید سنگ تموم بذارید، یعنی همه چیز آماده است برای اینکه از صفر شروع کنی بهتره کنی، همه چیز آماده است. یعنی از لحظه‌ای که خواب بلند میشی تا آخر شب که میخوای بخوابی همه چیز رو بهش فکر کردیم، یعنی ثانیه‌ای خالی نداری. الان تکلیف همه چی، تایم صبحونه و نهار و شامت هم معلومه، تایم میان وعده‌هات هم معلومه، نوع غذات هم معلومه، حضوری که تکلیفش مشخصه، مجازی هم داریم دستور غذا میدیم دیگه، یعنی دیگه هیچ چی نمیمونه. بچه‌ها این سفر رو ببینید، من فقط یه توضیح سریع رو این بدم چون بعدم فیلم آموزشی اینو خواهیم داشت که بچه‌ها بدونن داستان چیه. دقیقاً از درصدهایی که تو آزمونات به دست میاری تو قسمت 9 تا صبحی که از خواب بیدار میشی اعلام آمادگی باید بکنی تو حضور قیام، تا فرستادن گزارش عملکرد روزانه که اگر تو هر کدوم از اینا بی‌نظمی بکنی میره تو موارد انضباطی قرار میگیره، تا برنامه‌های درسی ایبوک مشخصه، تا روال چیدمان واسه اورژانس کنکور که مشخصه، تا تمام فرایندهایی که می‌خوایم دونه دونه ازش باخبر باشی، ویدیوی آموزشی بذاریم از استادا، از من یا هر ماجرایی، همه چیز جای مشخص داره. و نکته خیلی پر اهمیتش اینه، مدت زمانی که تو از اپلیکیشن روی گوشی داری استفاده می‌کنی و ما می‌فهمیم چقدره، و مدت زمان روزانه تو برای استفاده از این سیستم عددیه که ما اعلام میکنیم، که این عدد یه سقفی داره تا مرز 20 دقیقه و بیشتر از این نمیتونه باشه، چون میره تو موارد انضباطی تو قرار میگیره. یعنی ببین، آب بخوری میفهمم دیگه از الان به بعد. و نکته جذاب داستان اینه که این اپ روی گوشی والدین هم باید نصب بشه، والدینی که دوست دارن پیگیری کنن بفهمن الان تو اتاق داره چه اتفاقاتی میفته، این دوربین شماست برای اینکه تو اتاق رصد کنی. از زمانی که ما این ماجرا رو گفتیم، خیلی از بچه‌های خیلی خوبی هم بودن، یا به ظاهر بچه درست و درمونی بودن، سوالشون اینه که الان اینو شما گذاشتید، یعنی پدر مادرای ما میفهمن تو گوشی ما چیه؟ نمیفهمم، ولی یه فکری بال روحیت بکن خودت. عملا هر اتفاقی تو فرایند درسی تو داره میفته در طول حبس آموزشی، از لحظه که بیدار میشی گوشی دستت، ما فهمیدیم کامل کامل. و حالا یکم بریم جلوتر، سورپرایزت هم میکنم، یه سری چیزهای دیگه هم آروم آروم متوجه میشیم که خودت از گوشی بدت بیاد. من تا یه جای مراحل امر معروف نهی از منکر اومدیم جلو دیگه، ما 6 ماه 7 ماه گفتیم گلم اون گوشی رو بذار کنار، بعد که یکم کار بارو گرفت بیخ پیدا کرد گفتیم ببین بذارش کنار. حالا الان یه کاری میکنم، خودت زنگ میزنی بگی گذاشتمش کنار، چون هر چی بیشتر دستت باشه اون گوشیه، اتفاقهای هولناکتری قراره برات بیفته. همه چی معلومه دیگه بچه‌ها، یعنی عملا همه چیز تحت کنترله، به معنی واقعی کلمه، به معنی واقعی کلمه. تکون بخوری زدمت، یعنی از بالا دارم قشنگ رصدت میکنم، تکون بخوری الو برجک زدمت، همه چیزو دیگه میفهمم. آروم آروم حالا بریم جلوتر، برسیم به یه فرایندهایی که اگه میشد دوربین گوشی هم روشن بشه، تخت اختیارمون باشه، خیلی جذاب میشد بفهمیم داره اون لحظه چه اتفاقی میفته. خیلی حواست جمع باشه. مامان بابا اگه گوشی دستش دیدید و برگشت گفت من دارم با پی سی ام کار میکنم، خیلی راحت ما میتونیم بفهمیم چقدر باهاش کار کرده، راست میگه یا داره دروغ میگه. خیالتون راحت، یعنی اگر دیدی گوشی بیشتر از 20 دقیقه در روز دستشه، بگیره اینه آهو بزنش، یعنی نگران هیچی نباش، همه چیز تحت کنترله. حالا بچه‌ها تو اینجا ابو ببندیم بریم ادامه پاور. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ همه چی میزونه؟ حالا فهمیدی چرا میگیم پادگان ذوالفقاریه؟ قشنگ متوجه، راست میگه، این بازی مرکبه.
همه چی تحت کنترله. حالا اگه دوست داشتی حرکات خارج از صراط مستقیم سیستم انجام بده. نه حالا دور از شوخی دیگه تو کار به این نمیرسه که گوشی رو بفهمیم توش چه خبره، چت بخونیم، فلان بیسار این داستان، ولی شما خدا رو در نظر بگیرید کلا. حل دو فروردین استارت خفن، دو فروردین 6 صبح استارت خفن خفن. حالا حریف و رقیب میطلبم. حالا فهمیدی داستان چیه؟ تو پادگان ذوالفقاری رقیب من خودم. هر اتفاقی میخواد بیفته مال خودمونه. حالا کو تا به ما برسم بشینم به این فکر کنم بفهمن چیه، اجرایش بکنن. داستان داریم، گرچه که هر سال توی فرآیند حبس داریم دوستان عزیزی که خودشون ثبت نام میکنن که کلا جزئیاتو بگیرن چه اتفاقی داره میفته و از طریق همین داستان توی کانالاشون هم استفاده میکنن. حالا امسال تونستی استفاده کنی، تونستی نوش جونت حلال استفاده کنی. بچه بریم رو پاور. خب یعنی چرا رو پاور نیستش؟ یعنی رو نوستراداموسه. زندان قزل حصار ذوالفقاریه بچه ها. آی بوسوق زحمت کشید. خیلی عمال بریم ادامه بدیم. یا حسین چقدر مونده بعد تایم بگیرید اونم. آره حتما بریم ادامه بدیم. خب آقا من در مورد این دیگه توضیح ندم. ما در مورد برنامه فردی توضیح دادیم. تو فهمیدی دقیقاً برنامه فردی چیه، روالش چیه، بعد چه اتفاقی بیفته، ما چه فرمونی بیایم جلو که نتیجه بگیریم. قسمت دوم چون من جلو اینا رو گفتم اینو میگم. نوستراداموس بود که کاملترین بانک تست جامعه کشوره. آقا من دارم به یه داستانی هم فکر میکنم. بچه‌ها قرار شد همه بچه‌هایی که تو سیستم مشاوره رو برمی‌دید اصلا خوب گوش بده، خوب گوش بده، خوب گوش بده، بعدن این نپرسی آقا من اسمارتم، آقا من وی آی پی ام، آقا من تی ان تی. همه بچه‌هایی که تو سیستم مشاوره برمی‌دید من هستن، چه اسمارت، چه تی ان تی، چه وی آی پی، چه پروفشنال، اینو من خودم تصمیم گرفتم، تصویب کردم، به هیچ کسم ربط نداره. همه این بچه‌ها که در حبس آموزشی شرکت می‌کنن، یعنی اونایی از این بچه‌ها که در حبس ثبت نام کردن و شرکت می‌کنن، کروکی کنکورشون هم با منه و با من میان جلو. یعنی یه چیزی که اضافه بر ساز ما خودم خواستم بهشون بدم. تو تایم کروکی کنکور که قرار دفترچه شبیه ساز داشته باشیم و اون داستان‌ها، علاوه بر اینکه روند تستی میایم جلو، می‌خوام امسال آزمون تشریحی هم بیارم. بچه‌ها موافقید با این داستان؟ موافقید با این داستان؟ میخوام روند سوالات تشریحی هم اضافه بکنم که بچه‌هایی که میخوان نتیجه بگیرن اونجا نتیجه رو بگیرن. ببین تو اگه با من با حبس آموزشی درست بیای جلو، هم نمره گرفتی هم درصد گرفتی، یعنی تکلیف معلومه. مامان باباها دست از سرشون بردارید واسه نمره گرفتن. من دارم این کارو درست انجام میدم و طبق روال من با من میان جلو. خب حل آقا، حل بریم جلو. حل پی سی ام هم کامل توضیح دادم. خیلی خوبه. ببین این قاتلته، با دقت بهش نگاه، این قراره پوست از سرت بکنه. قشنگ با دقت بهش نگاه کن، قشنگ با دقت بهش نگاه کن. این همکار مامان بابای توه، همکار منه. یعنی هر لحظه ما اینجا وایسادیم کنارت. می‌خواستیم اسمشو بذاریم نرم افزار عذاب وجدان، احساس کردیم یه مقدار بار منفی داشته باشه، ولی همه چیزو دیگه میدونیم. خیلی جذابه، همه چیزو میدونیم. بریم جلوتر. خب آقا تونتون به من گوش بده ببینیم داستان چیه. چهارمین ابزار ما بعد از برنامه درسی ایبوک، دومی چی بود؟ نوستراداموس. سومی چی بود؟ پی سی ام. نظم آهنین پادگان ذوالفقاری است. ارمیا خوابی ها قشنگ خواب دوغ دوله لهی. ما چهار تا ابزار داریم که با این چهار تا ابزار امسال تو حبس آموزشی به خدمت شما میرسیم. نظم آهنین تعریفش چیه؟ اینجا باش با من بیا جلو. ما روزانه 5 آزمون داریم که این 5 آزمون بر مبنای شرایط هر دانش آموز به من کمک می کنند که باعث پیشرفت آنها بشوم. آقا یه آزمون ششمی هم داریم، سورپرایز. الان بگم فوندانسیون رو لو بدم یا الان نگم بهشون؟ همه یه بچه های ایران، همه یه کنکوری ها تو فیزیک شوتن. بعد میگیم چرا؟ میگن محاسبات ریاضی مون داغونه. تو شیمی تعطیلن. میگیم چرا؟ میگن محاسبات ریاضی مون داغونه. آقا ما یک فرایندی داریم آماده میکنیم تحت عنوان پروژه فوندانسیون. پروژه فوندانسیون آموزش محاسبات ریاضی برای زدن تستای خود ریاضی پایه، فیزیک و شیمیه. معلم میاد آموزش میده و شروع میکنیم یه سری آزمون ازش میگیریم که اینم توی حبس اتفاق میفته. یعنی کوفتت بشه اگه با این چیزایی که آماده کردم نتیجه نگیری. پشتیبانی 24 ساعته کامل داریم که دقیقاً
یوم بخوری بگردم صفحه قبلی یوم بخوری میاد بالا سرت. خیلی جذاب داستانا از امشب شروع میشه. بچه ها فردا صبح پیام میدن ما خوب پی سی ام میبینیم روحیه‌مون، مامان بابا فردا میگن این پی سی ام چیه گفتی بچه من نشسته رو به دیوار فقط گریه میکنه. ببین مامان بابا عزیز دل، اگه بچه تا پی سی ام داره میترسه برو رو پرورشش کار کن. اون گوشیو که بگی بنده تو چه توالت نذار بره سمتش، شاید تو ندونی چرا این کارو کردی ولی خود اون میدونه چه غلطی کرده که این اتفاق افتاده. این مورد اول. مورد دوم، هر صد من از پی سی ام میترسم بزن تو اصلا وای نسو، بزن کارتو انجام بده، بعدها دلیلشو متوجه میشی. حالا اون عده بچهایی که خالی میبستن درصد عمرم 80 90 میزنن به مامان بابای جو علکی میدادی، من درصدم 80 و 90 و من ترازم 7 و فلان، حالا بیا ببینم 80 90 یا الان بیام ببینم چیکار میکنم. ولی خدا وکیلی، حالا جدای از شوخی، من از خدامه که همه بچه‌هایی که میان توی سیستم مخصوصا تو حبس آموزشی بچه‌های صفر مطلق باشن. چرا؟ تا الان میگفتن آقا تو بالاترین جامعه آماری قبولی واقعی کشور داری. این همه میگی پزشک، دندون پزشک، نمیدونم داروساز، مهندس فل، اینا خودشون پایه‌هاشون خوب بود. آقای ذوالفقاریه شما کاری نکردید. معدل چند بود؟ این ارمیا بود، ارمیای کلاس اینا الان واسه توضیح داد چجوری با اون بود فرسته. حالا با این کاری ندارم، اصلا میگیم ارمیا هم فیک بی اینجای لسه ارمیا میگیم ارمیا اصلیه نیست، جنس چینیه، نگاه کن این فیکه، فیکه اصلیه، برو حالا. خب میخوام بهت ثابت کنم صفر مطلق باشی با حبس آموزشی به چه درس، به چه روانی خواهی رسید. این خیلی اهمیت داره. دار و ندارمونی یه ماهه. خب قانون بیداری 6 صبح، خب 12 شب. 12 شب به بعد گوشی دستت میگرفتی خوابت میبرد. PCM خیلی خوبه. ای بابا یه کوچولو اینو کوچیک کن، میشه؟ آها بسیارم قشنگ و حرفه‌ای. نه بازم کوچیک‌تر. این چرا اینجوری میشه؟ خب نه بعد من برم. آها حل. دانش آموزهایم که بی تربیتی میکنم، بی نظمی میکنم، بی ادبی میکنم نسبت به پی سی ام و چیزهای دیگه، اخطار، هشدار. ببین کارتو. اخطار، هشدار، اخراج. یعنی فکر کنم دیگه خیلی تکلیف معلومه. میخوای درس بخونی بسم الله، نمیتونی خدافظ. پا تو اینجا نذاری ها، پا تو اینجا نذاری. تازه این الان فرایندهایی که مجازیه. ببین تو حضوری چه خبره، ببین تو حضوری چه خبره. میخوام قشنگ پادگان واقعی رو بهت نشون بدم. یعنی داستان چه؟ اولین پادگان کشور که سرباز پسر و دختر داره، یعنی سرباز و دختر هم داره. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه که نظم تو مغزت نهادی نشه. بفهمی اگه با روال درست بیای جلو کنکور 3 ماهه، اگه اصولی بخونی تو 3 ماه میشه نتیجه ایدئال گرفت، به شرطی که غیرتشو داشته باشی، انرژیشو بذاری همراه من باشی. بریم سراغ قسمت. خب اولین داستان خیلی مهم، من دیگه صفحه به صفحه به خدا میرم جلو. یک، برنامه ای در شبانه روز داری که برای تک تک ثانیه ها تکلیف توش مشخصه، یعنی همه چیز معلومه. کارگاه های نکته و تستی که حالا بچه ها توی حضوری ها دارن و طبق روال عمومی، کارگاه های مشاورمون هر روزه، هر روز تایمش هم اعلام میکنیم. اسم کارگاهمون هم گذاشتیم نهارگاه، تو همزمان با تایم نهار شماست. پارسال یادته بچه ها نهارم میخوردن، فیلم و عکس میفرستادن و چقدر مردم قرمه سبزی میخورن ما اونجا متوجه شدیم، به جز یه عده معدودی که متاسفانه ما کار نمیخورن. اما کنترل گزارش عملکرد دقیق دقیق گزارش عملکرد تو 2 دقیقه از اون چیزی که گفتم دیرتر بفرست. موارد انضباطی پی سی ام، یعنی قشنگ دارم درستت میگم، نختم تو قفس درست بشی. اورژانس کنکور، چکینگ بیداری دقیق دقیق، چکینگ بر اساس سامانه هست، بر اساس نرم افزار اپلیکیشن هم هست. تماسای یهویی که گرفته میشه تو هیت خیلی تعدادش زیاد میشه، این چیزایی که یه موقعی استوری میکنیم ما میریم زنگ میزنی آقا من میترسم اصلا برم تو ایدین زیاد میشه، پس حواست جمع باشه.
ارتباط کامل با والدین 24 ساعته، چون والدین دقیقاً طبق اون اپ متوجه میشن درصد آزمون فلان 22 سال. ما باباها هر کدوم از بچه‌ها الان برگردن بگن آقا نه من نمیتونم برم این داستان اپیسیم ترسیده، یه جای کارش میلنگه، یا آزموناشو دروغ میگفته، یا بیدار نمیشده، یا بعد از آزمون میگرفته میخوابیده، یا کلا موجوده به درد نخوریه تو فضای کنکور نیست. ببخشید انقدر روک دارم میگم. اما بریم سر وقت قسمت بعدی. نکته مهم داستان اینه که علاوه بر این پارسا 258 بار تا حالا گفتم 258 بار فکر کنم چه حضوری چه مجازی از 2 فروردین شروع میشه تا آخر فروردین. خیلی گفتم خدای اینو. بیدار باش که کاملا تکلیفش مشخصه و چکینگ کامل اجرایی میشه طبق چیزی که گفتیم. نکته مهم داستان اینه تنها اردوی نوروزی کشور که حداقل 150 تا آزمون توش برگزار میشه. حداقل 150 تا آزمون. 150 آزمون. 150 آزمون. وایس های صبحگاهی رو داریم، فیلم های صبحگاهی رو داریم، چون ما تمام تایم توی اردوی حضوری هستیم. قاعدتا احتمالاً ویدیوهای ورزش صبحگاهی از اونجا میفرستیم، حالا به صورت لایو و یه سری داستانه دیگه. حالا اینا رو قرار نگم سورپرایزه، ولی که میگم بهتون که بدون از 6 صبح باهاتونیم تا آخر شب که دقیقاً بدونید چی به چی هست. ویتامین اس رو داریم، انرژی نیمروز ها رو داریم، چکینگ های کامل در طول روز رو داریم که هم به صورت رندوم داریم هم به صورت ثابت، که حالا اینا هم شرایطش اعلام میشه. من دارم کلیاتو میگم که حواستون جمع داستان باشه. تنها اردوی نوروزی کشور رو من دارم که ثبت نامش بر اساس رشته و پایه جداست. بچه‌های انسانی کاملا مشخصه میان اینجا ثبت نام میکنن، چه ریاضی چه تجربی، ببخشید بچه‌های 11 چه ریاضی چه تجربی چه انسانی میان اینجا ثبت نام میکنن، بچه‌های کنکوری انسانی، بچه‌های کنکوری ریاضی، بچه‌های کنکوری تجربی، جدا جدا ثبت نام، جدا جدا ثبت نام. پس حواست جمع باشه، قاطی نشه اینجا. اما قوانینی که داریم تون میخوام مرور کنم که فقط بدونی داستان چیه. بیداری رأس ساعت 6 صبح توی سیستم خواهد بود، بر مبنای همون باید بیای جلو. ورزش صبحگاهی داریم که حالا بازه‌های زمانی یه سری تغییرات داره که قشنگ میگم چیه، و آزمون اول صبح تایم بندیش کاملا مشخصه چیه که کامل گفته میشه. زمان صبحانه، نشست مطالعاتی اول، این نشست مطالعاتی اول که 2 ساعته تایم استراحت تعبیه شده داخلش که من توضیح خواهم داد چیه، تایم میان وعده هم داره جداگانه که خواهم گفت. ببین 9 تا 9:15 دقیقه استراحت و میان وعده رو داره. پشت بندش جلسه مطالعاتی بعدی رو داریم که این بازه زمانی 9:15 دقیقه تا 12، این به این معنی نیست که یه قلفتی میشینی درس میخونی، تیکه تیکه میشه که من توضیح میدم به چجوریه و شرایط چجوری هستش. منحصرا زبان هم بچه ها میخوان شرکت بکنن، یا ریاضی یا تجربی یا انسانی واسه ثبت نام کنن، فرقی نداره. منحصرا زبان هر کدومو ثبت نام کنه به جز 11 همون خدمات منحصرا زبانو میگیره. تایم نهار مشخصه، آزمون دوم، آزمون امتی که باید بدن، همه چیز مشخصه. تایم تحلیل آزمون ها هم دقیقاً همینجور. نشست مطالعاتی بعدی، میام وعده، تایم استراحت. پشت‌بند این قضیه آزمون‌هایی که از تحلیل آزمون، باز نشست مطالعاتی بعدی، استراحت، شام، همه چیز توی تایم دقیق خودش داره شکل میگیره. بچه‌ها فرایند پیتزا، این که روتین هاتون چی باید باشه که اونا رو من بهتون میدم، کلوز ریدینگ، درک مطلب، همه چی تایم داره، ساعت خاموشی هم مشخصه. متوجه این داستان شدید؟ یعنی عملا از 6 صبح که از خواب بلند میشی تا آخر شب تکلیف مشخصه. تو اون بازه زمانی هم که وارد ماه مبارک میشیم بعد از عید، حالا توضیح میدم، باز روند برنامه فرق میکنه که قشنگ میگم بهتون بعد چه جوری بخونی چه شرطی بشه. یعنی به اونم نشستم فکر کردم، تو نمیخواد بهش فکر کنی، ذهنتو درگیر نکن. عملا طبق این فرایان دانش آموز قلدر خفنه 15 ساعت مفید میتونه مطالعه بکنه، همه یه کمکاری های قبلیشو میتونه پوشش بده. تو عدد 30 رو ضرب در 15 کن، مدت زمان مفید مطالعت عملا در میاد، چون ما یه مقدار از فروردین هم میریم برتر، یه کوچولو واسه بعضی ها میره اون برتر. پس تکلیف خیلی مشخصه دیگه، خیلی مشخصه دیگه. 15 ساعت روزانه داریم، 9 ساعت فرایندهای دیگر رو داریم، استراحت و خواب و فلان بقیه داستانا. ما قراره تحت فشار توی این 30 روز اندازه 90 روز درس بخونیم، یعنی یه ماه می‌خوایم تبدیل کنیم به 3 ماه. گرفتید بچه‌ها؟ همه چیز کاملا مشخصه. باز هم تکرار میکنم، خیلی از بچه‌ها کلاس میرن، معلماشون برنامه میدن، اون برنامه میاد در دل این، یعنی من طبق اون تو رو میارم جلو. پس نگران نباش، ذهنتو درگیر نکن.
حالا نگاه کنیم چه اتفاقی میفته. خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما اگر فاز یک توی درسمون انتخاب نکنیم که نمیتونیم 100% مطالب رو ببندیم. دوست عزیز، اردوی نوروزی که تموم شد بعدش یه بازه زمانی داریم که دوباره این فرصت رو داریم درس‌ها رو اضافه بر سازمان بخونیم و جمع کنیم. نگاه کن، کسی که توی یک درسی فاز یک انتخاب میکنه تا 100% درس رو میبنده. اگه کسی فاز دو یک درس رو انتخاب بکنه 60 تا 80 درصد درس رو میبنده. بعد از این که اردو تموم شد 2 هفته فرصت داره، برنامه داره که تبدیلش میکنه اون درس رو به فاز یک. کسی اگه فاز سه رو انتخاب بکنه 60% درس رو میبنده، 2 هفته فرصت داره تبدیلش میکنیم به فاز دو. میگم فرصت داره یعنی برنامه رو طوری میارم جلو که به فاز دو برسه، بعد دوباره 2 هفته بعد میرسه فاز یک. کسی که یه درس رو فاز 4 انتخاب کنه 40% میبنده، 2 هفته بعد میشه فاز چند بچه ها؟ 3. 2 هفته بعدش میشه فاز چند؟ 2. 2 هفته بعدش میشه فاز چند؟ 1. یعنی عملا اگه تو یک درسی رو فاز 4 انتخاب بکنی با برنامه من بیای جلو، در بدترین حالت ممکن، در افتضاح‌ترین حالت ممکن تا آخر فروردین فاز 4 رو با اون درس میبندی، اگه تونستی ادامه بدی آخر اردیبهشت اون درس تبدیل میشه به فاز چند بچه ها برات؟ فاز 1. کاری که ارمیا کرد، کاری که زلاتان کرد این بود، توی فارسی فاز 4 رو برد جلو، بعد آروم آروم اومد جلو و بعد از پروژه 8 این قدرت رو داشت که با استفاده از نکته و تست یا بدون استفاده از نکته و تست طبق روندی که من بهش بگم ببنده و کارو کامل تموم بکنه. پس این نگرانی نداره، یعنی ذهنتون رو درگیر این داستان ها نکنید. یه نکته مهم، آقا من یه قلمه آفلاین دارم، فرصت هست توی برنامه اید آفلاین هامو ببینم و جلو بنازم؟ کاملا. برنامه درسی که من میدم هم روال درس توش میتونه خونده شه، هم روال آفلاین. توضیح میدم، میگم داستان چیه، پس ذهنتو درگیر نکن، نگرانم. خب توصیه من به شما همین حرفی که الان چقدر خوشگل شدی، توصیه من به شما همین حرفی که الان ارمیا زد که به نظر منم حرف خیلی خوب و دقیقی بود، هرچی آفلاین به بچه‌ای که خیلی عقب افتادن داغونه، طرف کلاس سالیانه جامعه گرفته از تیر ماه تا مرداد خونده دستش درد نکنه، مرداد به بعد یکم حاشیه داشته ولش کرد، هرچی آفلاینات بیشتره باید فازت چی باشه ارمیا؟ پایین‌تر. من از تو میپرسم میکروفون رو روشن کن، بیا اینجا با یه میکروفون، نه اصلا با میکروفون من صحبت میکنم، تو نمیخواد روشن کنی صدا میره. ببین من توی دین و زندگی 2 جلسه دیدم، دیگه هیچی ندیدم. فاز 1 انتخاب کنم یا 4؟ 4 تموم شد. هرچی آفلاین بیشتر فاز پایین‌تر. اینطوریه. بریم جلوتر. با نوستراداموس میتونی هر برنامه‌ای که من بهت میدم روزانه همون برنامه رو تست بزنی، به عنوان منبع استفاده کنی، یا همونی که خوندی و از خودت آزمون بگیری. هم برگه پاسخ برگ واسات گذاشتم، هم سواتشو گذاشتم. بریم جلوتر. خیلی باحال این، خیلی باله. چی میفهمی ازش؟ هرچی فازم میره به سمت 1 حجم مطلبم چی میشه؟ بیشتر میشه. هرچی فازم میاد پایین تر حجم مطلبی که باید بخونم چی میشه ارمیا؟ کمتر میشه. حالا اینجا رو نگاه کن، هرچی فازم میره به سمت فاز 1 سرعت پیشرویم چی میشه؟ بیشتر. چون دیدی درس دین و زندگی و روزی 2 تا 3 تا میبرد. بچه‌ها یه چیز جالب بهتون بگم، توی برنامه‌ای که من دادم مثلا اگه تو دین و زندگی فاز 1 انتخاب بکنی عملا روز 6 دین و زندگی 10 تمومه. سرعت رو دیدی؟ هرچی به سمت فازهای پایین تر بیای سرعت برنامه هم چی میشه؟ کنتر میشه. یعنی حجم برنامه کم کم کم، سرعت آروم آروم آروم. یه مثال ساده واسهت بزنم، مثلا تو درسی مثل فیزیک اگه تو فاز 1 انتخاب کنی تقریبا هر 4 روز یه فصل میبنده، اما فاز 4 انتخاب بکنی تقریبا هر 8 روز یه فصل میبنده. فهمیدی داستان چی شد؟ چرا؟ چون فاز 4 میخواد 30-40% کلن جمع کنه، فاز 1 میخواد 100% جمع کنه. خب همه چی مشخص، همه چیز مشخص. بریم جلوتر. چیزی داریم؟ بله. از الان به بعد باید چی کار کنیم؟ 6 نگ اینجا باشه. 1. خب فردا 21 اسفند تا 25 اسفند که میشه چند شنبه؟ چند شنبه؟ این 4 شنبه. از 21 اسفند تا 25 اسفند چند تا کار مهم باید انجام بدیم؟ 1.
برنامه‌ای که بهتون دارم میدم برنامه فردی، بچه های پروفشنال وی آی پی تی ان تی اسمارت، با دل و جون تمومش کنید. تو رو خدا نذاری چیزی ازش بمونه. هر چی تو الان بیشتر کار کنی، بیشتر بخونی، سبکتر میای تو حبس آموزشی، خفن‌تر جمع میکنی و به نفعته. یه چالش خفن میزنیم فردا صبح با تو شروع میکنم. پس فیلم اولی که استوری میشه فیلم تو ارمیا. حله؟ موافقی؟ هر روز ساعت چند از خواب بیدار شیم؟ چند؟ پنج. بعد من سوالی بپرسم، در حبس آموزشی حضوریمون میای؟ بله. حله. خب هر روز ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار میشیم و چالش ورزش صبحگاهی داریم. میخواییم ایرانو بهتره کنیم، یعنی میری میدوی فیلم، حرف میزنی ببینمت. آخه بچه های ما یه عادتی که دارن خیلی تبلیغ کفش میکنن، دوربینو اینجوری میگیره روی کتونیاش تو خیابون داره، سلام استاد، 5 صبح هیچ کس نیست. خب من کجا بدونم هیچ کس نیست؟ تو یکم بیار دوربینو بالاتر که من ببینم کسی نیستش. واقعا خفناشون دوربینو به سمت جلو میگیرن میدوئن، یعنی ما یه تصویر اینجوری میبینیم، کسی هم نیست، زمین داره اینجوری بالا پایین میپره میرن جلو. پس 5:30 صبح بیدار باشه، چالش ورزش صبحگاهی میخوام. ما ده درصدیم. این تا اینجای کار. هر شب هم ساعت چند بگیریم بخوابیم؟ 23:11. آقا نمیتونم. چرا نمیتونم؟ آقا من TNT دارم، نکته و تست دارم. 11 میخوابی، اون تیکه که باقی میمونه بعدا آفلاینش رو میبینی. 11 بعد بخوام، میخوایم خوابمون رو تنظیم کنیم، چون حجم کارمو توی زیاده، بدن باید تنظیم بشه. پدر مادرهای عزیز، یه بزرگواری بکنید در طول این هفته، لطفاً 5:30 صبح اگه بیدار نشد با آرامش بیدارش کنید. آخر شب هم ساعت 11 شب اگه نگرفت بخوابه، با آرامش یه جوری بزنید که بگیره بخوابه. اینطور اینجوری کن. بریم جلوتر. از 26 اسفند یعنی چهارشنبه، از 26 اسفند یعنی چهارشنبه تا 1 فروردین چند تا کار مهم باید انجام بدیم. 1. یه فرصت جبران خیلی خوبه برای عقب افتادگی. برنامه نداریم. از 26 تا 1 تعطیل سیستم. تعطیل. آفلایناتو میتونی ببینی. عقب افتادگی برنامه‌تو میتونی جبران کنی. و اگر هیچ کدوم اینا نیست، برو یکم استراحت کن که آماده بشی برای اردوی نوروزی. قسمت خیلی مهم. بچه‌هایی که خیلی عقب افتادن و خیلی اوضاعشون داغونه و سوال زیاد میپرسن در مورد آفلاین ها، به توصیه میکنم دروس تخصصی تو TNT اسفند ثبت نام کن، با معلم بیا جلو، آفلاین های قبلی رو بریز دور، کلاس جامعت هم دیگه کاری نداشته باش، دروس عمومیت هم بیا TNT اردیبهشت که تو حبس یه بار جمع کنی، اونجا با ساعت قشنگ مرور کنن ببندن و دیگه چیزی باقی نمونه. آقا اینم تمام فرآیندیه که قرار اتفاق بیفته توی فرآیند حبسمون. بریم جلوتر. این اولین اردوی نوروزی خانوادگیه که من مشاور و دانش آموز و خانواده با یک حلقه ارتباط بسیار قوی به نام PCM دوره هم میخواییم جمع بشیم. PCM امسال کنار ماست که مهر و عطوفت پدر و مادر نسبت به فرزند 100 چندان بشه. تعداد بچه هایی که بعد از حبس آموزشی زنده باقی میمونن و دست پدر و مادر قصر در میرن به مدد نرم افزار PCM، قطعا امسال توی کنکور سرسری نتیجه میگیرن، یه رتبه خوب به دست میارن. چون ما قطعا امسال با این PCM بعد از نوروزی یک عالمه دست و پا شکسته و لوح لورده و مرحوم و مرحومه خواهیم داشت. والدین هم اپلیکیشن رو نصب کنن رو گوشی، هم کانال والدین داشته باشن که ما میاریمشون توی کانال. خب آقا طبق معمول همیشه هر چی رو گفتم انجام دادم، زودتر از موعد بیشترش انجام دادم. یادت روز اولی که اومدی توی سیستم گفتم پروفشنال 700 تا آزمون میگیرم ازت تا آخر سال، توی وی آی پی 1000 تا آزمون میگیرم تا آخر سال. یادت 90% از مشاور نماها خندیدن. یادت خیلی ها مسخره کردن. شد یا نشد؟ من به همه تون ثابت کردم که مهم اینه که با تمام وجود وایستی و حرف تو با عملت یکسان و دقیق و منطبق بیاری جلو. من هر چی که گفتم چند برابرشو عمل کردم. حالا نوبت توی که درست و درمون بجنگی و یه خودی نشون بدی. حالا نوبت توی که خودتو به من ثابت کنی که میتونی که نتیجه بگیری و درست و درمون یه فرایندی رو ایجاد کنی که اتفاق خوب برات بیفته. من هر چی از روز اول گفتم بهش رسیدم، به هر قیمتی بهش رسیدم. این تا الان ماجراست. تازه میریم تو حبس، بعد حبس با این آزمونا کلی کار داریم.
فقط خودمم که رکورد خودمو میتونم بزنم، فقط خودم. ببینیم تعداد آزمون چقدر میشه امسال، ببینیم دیگه کی میخواد باسمون رجز بخونه این ور اون ور باسه من و شاگردام. قطعا که یه اتفاق خفن تو راهه. بریم ببینیم کی دیگه جرأت داره حرف بزنه. تو هر طرحی هم هر چی گفتم بیشترشو دارم انجام میدم. TNT گفتم، بچهای TNT شاهدن چه اتفاقایی داره میفته. بچهای اسمارت فکر کنم از سودیوفنو دیدن، بعد از دیدم قراره یه سری چیزهای دیگر رو متوجه بشن و ببینن. من هستم، محکم کارمو درست و حرفه‌ای انجام میدم و انتظار دارم تو هم طبق قولی که بهم دادی واقعا وایسی و بجنگی. حالا بچه‌ها، بله، تا الان تعداد تست های پروفشنال 728 تا و تعداد آزمون ها و تعداد آزمون های وی آی پی عملاً در این هفته به عدد 1004 میرسه. یعنی قبل از شروع حبس آموزشی ما رکورد خودمان را زدیم، تموم شد رفت. و یه نکته خیلی مهم، هنوز به کروکی کنکور نرسیدیم ما، بعد عید تازه کار داریم با این آزمون ها. تعداد اون موقع دریاب، تعداد اون موقع دریاب. هله کیکو نمیخوای بیاری جلو دوربین ببینیم چه خبره؟ کیکو امی، کیکو میاری؟ شماشم بزن که فوت کنیم و بریم بشینیم کیکمونو بخوریم دیگه. با بچه ها کاری نه، عجب کیکم شده. بذار من بیارم یه لحظه ببینیم جلو دوربین، خیلی خوشگل شده. بچه ها کیک پادگانمونو ببینید چجوری میشه. نیفته نیفته. نظرتون چیه؟ همین که قرمزه خیلی خودش ابهت داره دیگه. خدا وکیلی نگاه کن چش استقلالی ها در بیاد. ادمینای استقلالی بود. نه اتفاقی نیستش، همه چیز توی پادگان ذوالفقاری هست. کیکو میبینید؟ خدا وکیلی کیکو میبینید چقدر خوفه. شمشم بذارید فوت کنیم و با بچه ها خدافزی کنیم، سریع بریم اون سمت که کیکو بخوریم تا ده. رفقای درجه یک، جای همتون خالی. البته توی حبس حضوری از خجالت بچه ها در میام، یکی که خفن واسه بچه ها همینجوری میگیریم. خب روشن کنم اینجا، من میارم دیگه، ایراد نداره، روشن کنم برمیدارم، این بهتره. بده میام رفقای درجه یک، همه چی خوبه؟ همه چی روبه راه؟ چطور بود کارگاه؟ چطوره هنو کارگاه؟ بچه‌ای که می‌خواستن بیان توی حبس آموزشی یه سوال می‌پرسن، اینجا حواسشون باشه، همه چیزو کامل توضیح دادیم. به این شماره اگر پیام بدید چاره تو بپرسید، کامل براتون توضیح میدن که داستان چیه و چه اتفاقی داره میفته. بچه‌هایی که می‌خوان حبس مجازی ثبت نام کنن، همین الان تماس بگیرن با این شماره کلاسینو، قشنگ بهتون میگه چی به چیه، چه اتفاقی میخواد بیفته. بچه‌هایی که میخوان اطلاعات بگیرن در مورد حبس آموزشی حضوری، یا بچه‌هایی که مجازی ثبت نام کردن میخوان تغییر بدن به حضوری، به این شماره توی واتساپ پیام بدن، کامل براشون توضیح میدم و میگن داستان چیه و چه اتفاقی قراره بیفته. حتما باید یه تکونی به خودمون بدیم توی حبس آموزشی، یعنی باید تمام کمکاری‌های قبلیو جبران بکنیم و یه شرایطی فراهم کنیم که انشالله بتونه یه اتفاق مثبت برامون بیفته. و همتون هم لیاقت اینو دارید که نتیجه ایدئال و خوب بگیرید. با توضیحاتی که من دادم فکر کنم متوجه شدید، صفر مطلقاً باشید الان میتونید یه نتیجه ایدئال بگیرید. الان استودیو کلاسینو احتمالاً تا 3-4 دقیقه دیگه کامل آتیش میگیره و میسوزه و تموم میشه، به فنا میره، نمیدونید اینجا چه خبره. یه شب بچه‌ها بذار منو فوت میکنم دیگه، من سریع به نیت این که انشالله به واسطه تمام اتفاقایی که توی پادگان داره میفته، همتون به اون چیزی برسید که انشالله لیاقتشو دارید. بریم، دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید رفقا. من که خیلی حال کردم، این جلسه به نظر من جلسه خیلی باحالی بود، مخصوصا که چند تا اتفاق خوب با هم دیگه افتاد. هم فرایند حبس رو داشتیم و شروع یک فرایند جدید، هم اینکه قبل از اینکه سال تحصیلیمون تموم بشه رکورد آزمونامون رو زدیم. این رکورد رو میزنیم، اینو تا آخر سال خیلی بیشترش میکنم، چون یه سری خدمات دیگه به بچه‌هامون توی تمام طرحا می‌خوایم ارائه بدیم. مراقب خودتون باشید و در طول این هفته منتظر یه سری اتفاقات عجیب و غریب باشید برای حبس آموزشی، چه حضوری چه مجازی. خیلی مخلصیم، خداحافظ.